أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصين عماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم شرائف صلواته ونوامي بركاته على عبده ورسوله الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل العبد المؤيد والمنصور المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد الذي بلغ الرسالة صادعا بها وحمل على المحجة دالا عليها وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولا سيما بقية الله في العالمين وحجته في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وجاحدي مناقبهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى أبد الآبدين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم. سلام على آل ياسين. السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته. السلام عليك يا باب الله وديان دينه. السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه ورحمة الله وبركاته. سيدي يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر
وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم. سلام و صلوات و درود و رحمت بیکران حضرت حق قدوس جلت عظمته بر حبیب او خاتم پیغمبران او و سالار سفرای او و سید انبیای او و بر اهل بیت طیبین و طاهرین آن حضرت و اوصیاء معصومین آن بزرگوار، بالخصوص بر ذات گرامی برادر بروح برابر او و ابن عم او و داماد او و جان شیرین او و خلیفه بلا فصل او و وصی بر حق او و وارث علوم و فضائل و مناقب و مکارم و معجزات و کرامات و منازل و مراتب و جمیع اختیارات و جمله مقامات او، سید المسلمین، قائد الغر المحجلین، امام المتقین، یعسوب الدین، ولی العالمین، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه افضل صلوات المسلین، و همچنین بر ذات گرامی حجت المعبود کلمت المحمود عهد معهود خداوند متعال و میثاق مؤکد پروردگار عالم و وعد صدق آفریدگار زمین و آسمان، ولی العصر حجت الدهر امام الزمان، خلیفة الرحمن، شريك القرآن، الحجة ابن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف باد. خدمت بینندگان محترم شبکه مقدسه جهانی اهل بیت علیهم الصلاة والسلام عرض سلام و ارادت و تحیت دارم. امیدوارم که پروردگار عالم به حق اهل بیت اطهار علیهم الصلاة والسلام قلوب ما را پر از نور مودت و نور محبت و نور دوستی اهل بیت اطهار علیهم الصلاة والسلام بفرماید و پروردگار عالم ما را از شیعیان خالص ائمه اهل بیت علیهم الصلاة والسلام در عقیده و در عمل و در آداب و در عادات و در سنن قرار بدهد و پروردگار عالم محبت و دوستی اهل بیت علیهم الصلاة والسلام را نور قلوب ما قرار بدهد و دشمنی با دشمنان اهل بیت علیهم الصلاة والسلام را سرمایه آخرت ما قرار بدهد و پروردگار عالم ما را و اولاد ما را تا روز قیامت بر سبیل محبت امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام و پیروی از ایشان حفظ بفرماید و پروردگار عالم گناهان اموات ما را و گناهان خود ما را و گناهان اهل و عیال و برادران و خواهران دینی ما را ببخشد و بیامرزد و پروردگار عالم شفاعت اهل بیت علیهم الصلاة والسلام را نصیب ما و اموات و گذشتگان ما و بالخصوص اموات مورد نظر قرار بدهد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم الشریف. پروردگار عالم را سوگند می دهیم به حق حبیبش حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم و به حق برادر از جان عزیزتر ایشان امیر المؤمنین علیه السلام و به حق دختر عرش اختر ایشان صدیقه طاهره سلام الله علیها و به حق سبت اکبر امام مجتبى علیه السلام و به حق امام شهید حضرت سید الشهداء صلوات الله علیه اجمعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. پروردگارا به حق اهل بیت اطهار علیهم الصلاة والسلام فرج حضرت ولی عصر علیه السلام را هرچه سریع تر برسان و آن بزرگوار اذن قیام هرچه زودتر عنایت بفرما، اسباب و شرایط ظهور آن بزرگوار را هرچه سریع تر با ید عظمت و ید قدرتت فراهم بفرما، موانع ظهور حضرت ولی عصر علیه الصلاة والسلام را برطرف بفرما و به حق امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام امر ظهور امام عصر علیه السلام را و مقدمات آن را از برای مؤمنین رحمت و آسانی و آسایش قرار بده و از برای مخالفین و کفار و منافقین نقمت و عذابت قرار بده و کمر دشمنان امیر المؤمنین علیه السلام را بشکن و از حضرت صاحب الزمان علیه الصلاة والسلام و انصار ایشان را توفیق و پیروزی و غلبه بر اعدایشان هرچه سریع تر و هرچه آسان تر و هرچه با هیبت و با شوکت تر عنایت بفرما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم الشریف. گناهان ما را ببخش و بیامرز
و قلب نازنین حضرت ولی عصر علیه السلام را از ما راضی بگردان. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن عدوهم. بینندگان محترم، یکی از بینندگان این شبکه به من ایمیل فرستاده گفت و ایشان نوشته اند که در جمعی از دوستان بودیم و اونجا یک روحانی که در قم مشغول درس و مشغول مطالعه و مشغول تحصیل علم هست، انتقاد خیلی تندی متوجه من کرد و ایشان در این ایمیل خود نوشته گفت که آقای الله یاری فحش ناموسی به پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم میدهد که آزار دهنده است. ایشان گفت که این کلام ایشان بر من و بعضی از دوستان گران آمد و ما خواستیم که دفاع بکنیم و به ایشان گفتیم که ما فحش ناموسی از الله یاری نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نشنیده ایم. ایشان عایشه را محکوم می کند، انتقاداتی از اعمال عایشه و کردار عایشه دارد و عایشه را منافق و حتی نسبت کفر به عایشه می دهد، اما فحش ناموسی ما نشنیدیم. ایشان در جواب گفت این بحثا اولا چه لزومی دارد؟ کسی که باید از دست عایشه ناراحت باشد امیر المؤمنین علیه السلام هست که هم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هست و هم مقابل امیر المؤمنین علیه السلام در جنگ جمل ایستاد، ولی امیر المؤمنین علیه السلام حرمت عایشه را حفظ می کند و بعد از جنگ عایشه را توسط محمد ابن ابی بکر با احترام به مدینه برمی گرداند. اگر معیار ما پیامبر امیر المؤمنین علیه السلام و ائمه الطاهرین صلوات الله علیهم اجمعین هستند، یک روایت معتبر که اهانت مستقیم به عایشه یا لعن مستقیم به عایشه باشد را نداریم. یک روایت معتبر نداریم. من به او گفتم که خداوند در قرآن اذیت کنندگان پیامبر را لعنت کرده و از طرف دیگر احادیثی داریم که اهل بدعت را سب و لعن کنیم و کسی که در مقابل امیر المؤمنین علیه السلام می ایستد و حضرت زهرا سلام الله علیها را آزار می دهد مستحق لعن هست و همه اینها شامل عایشه می شود. ایشان جواب داد که همه اینها جای بحث دارد و من گفت یک حدیث یا روایت معتبر بیاور که در جای لعن مستقیم بر عایشه آمده باشد. ایشان من را متهم کرد که یا تو ولایتت از ائمه علیهم السلام قوی تر هست و یا راه را تحت تأثیر امثال الله یاری کج می روی. خب بینندگان محترم من، بله، بعد ایشان می گوید ایشان گفت که با لعن مستقیم عایشه و بیان تند زشتی های عایشه، عایشه حرمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شکسته می شود و این فحش ناموسی به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نیست. من گفتم این بی احترامی به پیامبر نیست، بلکه حقیقت را روشن می کند که همچنین شخص فاسدی مثل عایشه دین خدا را مورد انحراف قرار داده و حد اقل اهل سنت را بیدار می کند که نباید از احادیث منقول از عایشه پیروی کنند. ایشان گفت که عایشه در انحرافات اعتقادی و فقهی اهل سنت نقش چندانی ندارد و روایات عایشه زیاد نیست. خب بینندگان محترم من، حالا جوابی ایشان از من جواب خواست و من جواب به ایمیل به کسی نمیدهم چون سوال ها زیاد می آید و جواب از طریق ایمیل دادن برای من مشکل هست و همه این جواب ها را دادن وقت می برد و من عموما به دوستان توصیه می کنم که جواب سوالتان را از طریق تلویزیون بشنوید و این برادر بزرگوار را هم خدمتشان عرض کردم که جواب شما را از طریق تلویزیون می دهم و با ملاحظه این امر که این اشکالی که این روحانی در آن جلسه مطرح کرده، این خیلی به صورت گسترده در جامعه ایران و حتی در جوامع غیر ایران مانند افغانستان گسترش یافته و حکومت ایران و روحانیون فاسد العقیده از حوزه علمیه قم و رسانه هایی که در اختیار این جماعت هست در بست دادن این اشکال و این شبهه نقش مهم و نقش کلیدی داشته اند. همانطوری که بینندگان محترم شما بارها از رسانه های حکومت ایران
و از جمله از شبکه ولایت شنیده اید که عایشه بله زن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است و حتی بد گفتن به او گناه نابخشودنی و کفر می باشد و بد گفتن به عایشه توهین به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می باشد. این مطالب را القا می کنند. بینندگان محترم من، من می خواهم که این بحث را یک کمی گسترده تر مطرح بکنم و اگر طبعا در یک جلسه امکان ندارد ابعاد این بحث را جمع بکنیم، در چند جلسه ان شاء الله العزیز مورد بررسی قرار بگیرد. اولا اینکه خب سخن در خصوص عایشه گفتن و در جواب مطالبه این روحانی که مطالبه کرده آیا حدیث صحیحی ما داریم که عایشه مورد لعن قرار گرفته، خب در خصوص عایشه صحبت کردن این را موکول می کنیم به جلسات بعدی. یک سلسله بحث های مقدماتی خدمت شما بینندگان عزیز به عرض برسانم. این نکته را هم عرض بکنم بینندگان محترم که این روحانیه که در مواجهه با این برادر عزیز از بینندگان این شبکه قرار گرفته، این برادر ما جوابهای اون مرد را و اون روحانی را کاملا داده و همین مقدار مختصر که ایشان نوشته و در اون جلسه پاسخ داده که پاسخ ایشان چی بود؟ پاسخ ایشان این بود که ما کسی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را اذیت بکند، با امیر المؤمنین علیه السلام دشمنی بکند، لعن او لازم و واجب هست و معرفت حق ممکن نیست مگر به اینکه انسان دشمنان حق را بشناسد و از اونها بیزاری بجوید. و اون عالم در برابر این حرف جواب نداشت و جواب اون فقط این بود که شما یک حدیث بیاور که اهل بیت علیهم السلام لعن کرده باشد. خب وقتی که شما از یک شخصی که او روحانی نیست و عالم نیست و کار او و تخصص او مطالعه کتب حدیث نیست، عجالتا یک حدیث میخواهید، او شاید در آن مجلس نتواند حدیث ارائه بکند، اما این نهایت جهل این روحانی را نشان میدهد و نهایت عدم اطلاع آن را، و یا اگر خبر دارد بیدینی او را و فسق او را که این همه احادیث و این همه دعاها که وارد شده در لعن اعدای اهل بیت علیهم السلام و این همه احادیث که در لعن اعدای اهل بیت علیهم السلام وارد شده و در بعضی آنها عایشه بالخصوص مذکور هست، اونهایش که عموما در لعن اعدا آمده باز هم عایشه را شامل می شود، اونهایش که در آنها عایشه بالخصوص مذکور هست، خب اونها واضح و روشنه که تصریحا اون را ذکر کرده. این را بگویم که این برادر بزرگوار ما جوابی که عنایت کرده در این در آن جلسه کافی بوده و آن شخص فقط به خاطر لجاجت خودش بله خواسته پافشاری بکند بر موضع باطلش. و ما بینندگان محترم اینجا درد از روحانیت و درد حوزه از حوزه علمیه قم هست که حوزه علمیه قم فعلا منشأ سوء اعتقاد و منشأ نشر عقائد اکاذیب، عقائد کاذبه گشته و اغلب کسانی که حوزه علمیه قم درس میخوانند و بیرون میآیند از عقاید حقه نه تنها دستشان عاری هست بلکه عقاید خودشان اصلا باطل هست. و انسان باید سعی بکند و جهاد بکند و مبارزه بکند تا شبهات این جماعت را پاسخ بدهد. بینندگان محترم ما در طی چند جلسه ان شاء الله العزیز به موضوعات زیل میپردازیم. اولا لزوم براءت و عداوت و دشمنی با اعدای اهل بیت علیهم السلام و فواید این کار و حکمت های این کار. آیا دشمنی نمودن و براءت جستن و بیزاری جستن و اظهار براءت کردن نسبت به اعدای اهل بیت علیهم السلام ممنوع هست، آنطوری که این مردک گفته که شما اگر عایشه را بد گفتید فحش ناموسی به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هست، یا یک امری لازم و واجب هست و فواید و حکمت این کار چی هست؟ این را بینندگان عزیز خدمت شما بیان میکنیم. و بعد احادیث خیلی زیاد که اهل بیت علیهم السلام از دشمنان خودشان براءت جستن و آنها را لعنت کردن. و بعد هم به خصوص عایشه انشاءالله در مرحله بعدی به خصوص عایشه میپردازیم که عایشه آیاتی که در قرآن کریم خداوند متعال در کفر عایشه نازل کرده و در بیان فسق او نازل کرده و در وجوب براءت از عایشه خداوند متعال آیات که در قرآن کریم نازل کرده و اهل بیت علیهم السلام
و علماء شیعه تصریحات صریحه در بیان فسق او و سوء اعمال او بیان کردن، اینها خدمت شما بیان خواهد شد. و همچنین این که عایشه چون زن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است و زن پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم، در یک نقش اجتماعی خودش لشکرکشی بکند بر علیه امیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام و مصدره، و نه قبل از آن که لشکرکشی بکند، در زمان ابوبکر و در زمان عمر مرجع انحراف عایشه بود و ابوبکر و عمر دستشان از علم تهی بود و مفتی رسمی دربار ابوبکر و عمر عایشه بود. و این همه احادیث که در فضیلت ابوبکر و عمر جماعت عمری از عایشه نقل کردند و عایشه سعی و تلاش او در غصب حق امیر المؤمنین علیه السلام و در آزار دادن حضرت زهرا سلام الله علیها. خب وقتی که یک زن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم یک وقتی در خانه اش نشسته یک فعلی را اشتباه انجام میدهد و بعدش هم شاید توبه میکند، اون در جامعه نقشی ندارد و بیان کردن اون خیلی فایده ای ندارد. اما یک کسی سرکرده کفر هست، سرکرده انحراف هست، اون ما اگر بخوایم تاریخ اسلام را مطالعه بکنیم، تاریخ اهل بیت علیهم السلام را بشناسیم، فرق بین شیعه و مذاهب اخرى را بشناسیم، این که مذهب ما حق هست مذهب اونها باطل هست، راهی ندارد مگر این کنها را بشناسیم، راهی ندارد مگر این کن را. حالا اون شخص زن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم باشه، وقت سوء اعمال او بیان بشود، هیچ انسانی که ذره از عقل و ذره از فهم و شعور بهره داشته باشد نمیگه که این فحش ناموسی به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. حالا یک کسی پسر حضرت نوح علیه السلام رفته کافر شده، ما در قرآن هم خداوند متعال آیه نازل کرده او کافر شده، این فحش به حضرت نوح علیه السلام؟ ابدا. زن حضرت نوح علیه السلام، زن حضرت لوط علیه السلام کافر شدن. ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط، آیه را بارها خدمت شما تلاوت کرده و خوانده و خود جماعت عمری اعتراف دارن که این آیه مقصود اصلی از آن عایشه و حفصه هست. خب آیا اینجا خداوند متعال فحش ناموسی به عایشه داده؟ به رسول خدا صلی الله علیه و سلم داده؟ فحش ناموسی مفهومش واضح هست بینندگان عزیز. شما خوب میدانید که کسی را شما فحش ناموسی بدهید، این فحش ناموسی مفهومش واضح هست و لغات و واژه های مخصوص خودش را دارد. این که شما بگید زن رسول خدا صلی الله علیه و سلم مرتد شد، این فحش نیست. اگر دروغ گفته اید تهمته، اگر دروغ گفته اید تهمته و شما مستحق آتش جهنم هستید که به یک مسلمان تهمت ارتداد زده اید. اما اگر راست هست، حقیقت هست و بالخصوص این که شناخت حق و معرفت حق در گروه این حرف هست، این را هیچ عاقلی و در هیچ عرفی و در هیچ فرهنگی فحش ناموسی به کسی نمی گویند. بله، زن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حدود 50 سال بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وفات یافته. عایشه عمر طولانی کرد، سال 57 از دنیا رفته. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سال 11، یعنی حدود 47 سال بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم زنده بوده. و در حیات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و بالاخص بعد از وفات ایشان و شهادت ایشان، بلکه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را شهید کرده. احادیث موجوده که اصلا شهید کرده، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را کشته. خب کارهای سوء از او خیلی زیاد سر زده، کارهای بد خیلی زیاد سر زده. این را دانستن و فهمیدن این گناه نیست، بلکه لازم و واجب هست. و این را هیچ عاقلی نمیگوید که فحش به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هست، بلکه این امر آنطوری که بیان خواهم کرد و با ادله بیان خواهم کرد لازم و ضروری است. حالا چون سوال درباره عایشه بود، من بالاجمال اجماع علماء شیعه، رأی اجماع علماء شیعه را خدمت شما بیان بکنم. و این روحانی محترم که از علم الحمدلله بهره تا به حال نبرده و در حوزه علمی قم رفته که من مجتهد بشم، اما بله فقط کاری که کرده اصول دین را فراموش کرده. این روحانی محترم اگر این برنامه را تماشا میکند و ملاحظه میکند، خب اینا را ببین و ادله مرا خوب گوش بکن. اون قسمت از کلام من که به رأی شما روحانی محترم خطابه هست یا سفسطه هست، اونا را دور بریز. اون قسمت از کلمات من که برهان هست و منطق هست و حدیث واضح و روشن از اهل بیت علیهم السلام، آیات قرآن کریم درباره اگر نسبت به اونها
پشت بکنی و اعراض بکنی، دیگر اون کفر هست و اون رد به پروردگار عالم هست. این کتاب تلخیص شافی شیخ الطائفه شیخ طوسی رضوان الله علیه، بله جزء ثالث و رابع آن که چاپ کجا می باشد این کتاب؟ این کتاب چاپ بله پاساج قدس، چاپ برش ناشرش که ناشر مؤسسه انتشارات محبین. خیلی در جزء چهارم صفحه 331 ببینید، فی احکام محاربی امیر المؤمنین علیه السلام علی ابن ابی طالب سلام الله علیه و القاعدین عن نصرته. میگوید در اینجا ما عقیده شیعه را نسبت به کسانی که با امیر المؤمنین علیه السلام جنگیدند و کسانی که ایشان را نصرت نکردند، مانند عبدالله ابن عمر و غیران که نصرت نکردند، سعد ابن ابی وقاص و غیر اینها که گفتند ما بیطرف هستیم، حکم اینها چیست؟ عندنا، شان میفرماید عقیده ما شیعه این است، ان من حارب امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام و ضرب وجه اصحابه بالسیف کافر. کسانی که با امیر المؤمنین علیه السلام محاربه کردن و قتال کردن و شمشیر بر روی امیر المؤمنین علیه السلام و شمشیر بر روی اصحاب امیر المؤمنین علیه السلام کشیدن، کافر هستن. و الدلیل المعتمد فی ذلك اجماع الفرقه المحقه. روحانیون محترم، طلاب عزیز، طلاب حوزه علمی قوم، که شما بلد اسیر دست یک عده روحانی منحرف قرار گرفتید و شما بله درس شما و کتاب های شما و متون درسی شما شما را به دین اسلام نزدیک نمی کند و شما دین اسلام یعنی کلام اهل بیت علیهم الصلاة والسلام و کلام علما که گرفته باشد از اهل بیت علیهم السلام. این را گوش کنید، ایشان چی میگوید؟ میگوید اجماع فرقه محقه، یعنی اتفاق قول تمام علما بر این امر. بله میگه دلیل چیست؟ معتمد فی ذلک، این که کسانی که بر علیه امیر المؤمنین علیه السلام جنگیدن کافر هستند، میگه اجماع فرقه بر این. خب این کلام را کی میگوید؟ یک طلبه فسقلی میگوید؟ نه، این را شیخ الطائفه شیخ طوسی رضوان الله تبارک و تعالی علیه میگوید. و این تازه کتاب تلخیص الشافی هست که اصلش از سید مرتضی هست، کلام علم الهدا هم میباشد. پس این اجماع و در این اجماع هیچ گونه شک و شبهه‌ای نیست. و نکته اینجا هست بینندگان عزیز بدانند که عایشه سرکرده محاربین با امیر المؤمنین علیه السلام بود. آن جیشی که مجهز شد و آن جیشی که بر انگیخته شد و آن جیشی که از مکه تاختن تا بصره آمدن و بصره را تاراج کردن و اصحاب امیر المؤمنین علیه السلام و شیعیان اونجا بناحق کشتن و بعد در جمل مواجه با امیر المؤمنین علیه السلام شدن، سرکرده اونها کی بود؟ کسی نبود بجز از عایشه بنت ابی بکر، عایشه بنت ابی قحافه. پس بینندگان عزیز و ادله خیلی زیاد از خود کتاب های عمریه بر این مطلب موجوده که قتال امیر المؤمنین علیه السلام کفره. خب الان اونا را سر جای خودش، چون این کلام با خود شیعیان هست و ما اینجا مجبور هستیم چون زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و امیر المؤمنین علیه السلام میفرمان زمانی میرسد که مساجد از هدایت توهی هست و خالی هست و خراب هست، بله، و هیچ چیزی بی قیمتتر و بی ارزشتر از کلام خدا و کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم زمانی خواهد بود که نخواهد بود به وجه صحیح آن. و کلام اهل بیت علیهم السلام و کلام خدا را اگر به وجه غلط آن ترجمه بکنید، اون خیلی با ارزش خواهد بود در آخر الزمان. حالا اونا نشان میده چون ما در این عصر قرار گرفتیم باید جواب روحانیون شیعه را بدهیم متاسفانه. خب اجماع الفرقه المحقه من الاماميه على ذلك فانهم لا يختلفون في هذه المساله على حال من الاحوال وقد دللنا على ان اجماعهم حجه فيما تقدم. ببینید ایشان میگوید که ان من حارب امير المؤمنين عليه السلام وضرب وجه اصحابه بالسيف كافر والدليل المعتمد في ذلك اجماع الفرقه المحقه من الاماميه على ذلك فانهم لا يختلفون في هذه المساله على حال من الاحوال. مساله بين فرقه محقه هیچ گونه قابل اختلاف نیست، قابل اختلاف نیست.
خب بینندگان محترم، این اگر ما دیگر هیچ درباره عایشه صحبت نکنیم، همین یک جمله کافیه، این یک جمله کافیه. بله که عایشه حالش چیست و حکمش چیست و بله براءت، حکم براءت از او چیست و حکم لعن عایشه چیست، این برای ما کافی هست. بله خب، اما این شبهی که ایشان ذکر کرده که امیر المؤمنین علیه السلام عایشه را اکرام کرده و با احترام به مدینه برگرد، این تهمتی بیش نیست به امیر المؤمنین علیه السلام. ببینید دوستان عزیز من، دروغ بستن به اهل بیت اطهار علیهم الصلاة والسلام مانند دروغ بستن به خداوند متعال، دروغ خودش گناه کبیره هست. آدم به یک در یک مسئله معمولی آدم دروغ بگوید و دروغ ببندد، او گناه کبیر است. حالا آدم بیاد به سید الاوصیا امیر المؤمنین علیه السلام در این مسئله مهم دروغ ببندد که امیر المؤمنین علیه السلام عایشه را احترام کرده یا عایشه را اکرام کرده و با عایشه با بزرگواری برخورد کرده و عایشه را مثلا مستحق تکریم دانسته، این تهمت و دروغ مشهور و غلط مشهوری هست که جماعت دجالی آن را معروف و مشهور کردن. شما ببینید، من میگم امیر المؤمنین علیه السلام به عایشه احترام کرده، مثلا این را نقل، خب دلیلش کو؟ احترام کردن یعنی در خطاب بوده، احترام کردن مثلا فرموده، اون جمله اش را بیاورید که در اون جمله احترام کرده باشه، اون مثلا یا سرش را پایین آورده مثلا سرخم کرده یا تعریف کرده یا مثلا لباس فاخر به عایشه پوشانیده، وجه تکریم و احترام را بیاورید برای ما. درسته امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام عایشه را در بعد از حق جنگ جمل حق داشت بکشد و او را نکشت و او را به مدینه برگردانید با اسکورتی که در راه عایشه صدمه نبیند، و این از حکمت امیر المؤمنین علیه السلام بود و اون را من در آخر بیان میکنم، مسابقا بیان کردم که عایشه اگر کشته میشد در جمل یا بعد از جمل در طریق مکه در طریق مدینه، برای امیر المؤمنین علیه السلام از فتنه عثمان خیلی عظیمتر بود، تمام میشد. عثمان را امیر المؤمنین علیه السلام نکشته، او معاویه اونجا پیراهن عثمان را بالا کرده بود روی چوبه و انگشتان زن عثمان را آورده بود اونجا و اونجا 1000 نوحه‌گر را آورده بود که شب و روز اونجا گریه میکردن برای عثمان که عثمان را امیر المؤمنین علیه السلام کشته و قاتلان او را هم پناه داده، و امیر المؤمنین علیه السلام نسبت به ابوبکر و عمر هم دشمن هست، بیایید به جهاد او و به جنگ او برویم. و به خاطر همین توانست معاویه که مردم شام را خر بسازد و اونها را به جنگ امیرالمؤمنین علیه السلام سوق بدهند. اونا از خدایشان این بود که عایشه کشته بشود، یا عایشه مثلا یک کسی به عایشه تجاوز بکند، یک کسی عایشه، خلاصه هرچی عایشه بیشتر صدمه میدید در جمل یا در بصره و بعد از آن در طریق مدینه، به نفع آنها بود و به ضرر امیرالمؤمنین علیه السلام بود و امیرالمؤمنین علیه السلام این را میدانست. کلمات امیر المؤمنین علیه السلام در خطاب با عایشه را من بعداً به انشاءالله العزیز برای شما میخوانم. الان خواستم که این شبهات این مردک را با اجمال جواب بدم. کلمات امیر المؤمنین علیه السلام را در کتاب الجمل آورده و در کتاب های دیگر هم موجود است شیعه و غیر آن آورده که امیر المؤمنین علیه السلام عایشه را احترام نکرد بعد از جنگ جمل، بلکه با شدیدترین کلمات و با تندترین کلمات عایشه را مورد خطاب قرار داد و بعد عایشه را تهدید به زدن کرد که اگر عایشه نمیخواست مدینه برگرده و میخواست بصره بماند، و تهدید به زدن کرد که تو را من اینجا زنهای شیعیان را میفرستم که تو را کتک بزنند اگر ندوی. عایشه مجبور شد به مدینه برگردد. درسته اونجا با عایشه محافظین را فرستاد که عایشه در وسط راه صدمه نبیند، چون به خاطر حساسیت وضع سیاسی و وضع نظامی و جهالت مردم حجاز و مردم شام و مردم عراق بود، چون عایشه اگر صدمه میدید او دیگر از پیراهن عثمان صد مرتبه یک بهانه به دست معاویه و ابو موسی و عمرو بن العاص و حزب اموی در شام میافتاد که اون وقت تمام مردم حجاز و یمن و عراق و مردم شام بر علیه امیرالمؤمنین علیه السلام بر انگیخته می شدن. اون وجهش واضح و روشنه، این که امیر المؤمنین علیه السلام عایشه را با اسکورت به مدینه فرستاده، این به خاطر احترام به عایشه نبود. کلمات امیر المؤمنین علیه السلام را من بعدا برای شما نشان می دهم و قبلا هم در جلسات نشان داده ام
که چقدر با صراحت و با تندی خطاب به عایشه کرده و انشاءالله اینها خواهد آمد. لذا این حرفی که بگوین امیر المؤمنین علیه السلام بعد جنگ جمل به عایشه احترام کرده، این یک دروغ معروفه و دروغ مشهوره و یکی از امور محرمه هست که جماعت نادان و جاهل طلاب حوزه علمیه قم این تهمت را به امیر المؤمنین علیه السلام میبندن و حیا هم نمی کنند که همچنین حرامی را که تبری جستن از اعدای اهل بیت علیه السلام واجبه، این حرام را به امیر المؤمنین علیه السلام نسبت میدهند و بله و شیعیان را هم در مقام براءت از عایشه سست میکنند. خب و حتی عمری ها را، اون عمری هایی که در شرف تشیع هستند، با این کارشان سست میکنند. خب بینندگان عزیز، حالا جواب اجمالی به حرفای ایشان داده شد و جواب تفصیلی در خصوص عایشه در آینده خواهد آمد. اما بینندگان محترم، در وجوب معادات و در وجوب دشمنی و براءت و بیزاری جستن از بله از اعدای امیر المؤمنین علیه السلام و اعدای اهل بیت علیهم الصلاة والسلام، قرآن کریم و احادیث اهل بیت علیهم الصلاة والسلام بر این مطلب خیلی دلالت دارد و صراحت دارد. از جمله آیات در قرآن کریم در سوره مبارکه احزاب هست، آیه 4، و ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. خداوند متعال می فرماید که خدا در قرآن کریم می فرماید که خداوند متعال برای یک فرد دو قلب در سینه اش قرار نداده. معنای این آیه چیست؟ و ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، من خدا در قلب هیچ انسان در سینه دو انسان دو قلب قرار ندادم. قلب محل محبت و محل بغض و عداوت است. با این مقدمه بینندگان عزیز من، پاره از احادیث از اهل بیت علیهم الصلاة والسلام که در ذیل این آیه آمده و از آن دو امر خیلی مهم استفاده می شود. یکی حکمت براءت و حکمت معادات و دشمنی با اعدای امیر المؤمنین علیه السلام و اعدای اهل بیت علیهم السلام، و یکی هم وجوب این کار که این کار واجب هست و لازم هست. این دو امر استفاده می شود. این را خدمت شما بیان می کنم و ان شاء الله العزیز بیان خواهد شد که اصلا براءت جزئی از اصول دینه، یعنی جزئی از ولایت اهل بیت علیهم الصلاه و السلام. این مطلب ان شاء الله خواهد آمد و بیان خواهد شد. این حرفی که گفته می شود و معروف شده که بله براءت از فروع دین هست، این هم درسته، اما به تمام حرف این نیست، تمام کلام این نیست. ببینید براءت و دشمنی عرض عریض دارد و مراتب دارد، طبق شرایط مختلف احکام مختلف دارد. براءت جستن و دشمنی کردن با دشمنان اهل بیت علیهم الصلاة والسلام در بعضی مواقع فقط باید با قلب باشد، اون جایی که با زبان اظهار کردن آن بله باعث مفسده باشد یا انسان قدرت ندارد، و در جای دیگر که نه قدرت دارد با زبان باید بیان میکند، با دست و با جوارح، با مال خودش، با تمام وجود خودش و تمام هستی خودش دشمنی بکند با اعدای اهل بیت علیهم الصلاة والسلام. و بیزاری، براءت، خود کلمه براءت بینندگان عزیز معنایش تباعد و دوری از امر مکروه میباشد، و این دوری جستن فقط به زبان نیست، این با عمل، به ارکان و با مال دنیا و با تمام وجود این امر لازم و ضروری است در جایی که امکان دارد. در جایی که امکان ندارد بله نمازم اگر انسان استاده نتواند بخواند، نشسته اش واجب است. با ملاحظه این امر، یعنی که تعلق به جوارح میگیرد، این از فروعه. و الا اصل مطلب، اصل براءت و دشمنی، چون ولایت امکان ندارد، ولایت اهل بیت علیهم الصلاة والسلام و معرفت اهل بیت علیهم الصلاة والسلام و دوستی آنها امکان ندارد، و این را من مبرهنن با ادله بیان میکنم، امکان ندارد مگر با براءت از اعدای اهل بیت علیهم السلام. پس براءت از جزئی از ولایت هست و براءت از اصول هست با این ملاحظه. و این مطلب ان شاء الله العزیز خدمت شما واضح تر و روشن تر در ادامه این برنامه تقدیم خواهد شد. کتاب شریف البرهان فی تفسیر القرآن الکریم که از بهترین کتب شیعه در معرفت آیات قرآن کریم می باشد، مجلد ششم
اكشاف مؤسسه دار المجتبى للمطبوعات. این سوره احزاب هست. بسم الله الرحمن الرحیم. بله، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. در ذیل این آیه کریمه عده‌ای از روایات را آورده. روایت اول از وجود نازنین امام صادق علیه السلام که ایشان روایت میکنند از جد بزرگوارشان شاه مردان امیر المؤمنین علیه السلام که ایشان میفرماید لیس عبد من عبید الله ممن امتحن الله قلبه للایمان الا ويجد مودتنا في قلبه فهو يودنا. هیچ کس از بندگان خدا نیست کسی که خداوند متعال قلب او را خالص گردانیده از برای ایمان، قلب او را برگزیده از برای ایمان، مگر این که محبت و دوستی ما را در قلب خود مییابد و لمس میکند و میچشد. قلبی را که خداوند متعال از برای ایمان خالص گردانیده و برگزیده امکان ندارد مگر در آن حب شاه مردان، شاه شیر یزدان، قوت پروردگار، فاتح خیبر، امیر المؤمنین علیه السلام نباشد. فهو یودنا، همچنین کسی حتما ما را دوست دارد. و ما من عبد من عبید من عبید الله ممن سخط الله علیه الا و یجد بغضنا فی قلبه. و هر کسی که خداوند متعال بر او غضب کرده این نیست مگر این که در قلب خودش دشمنی ما را میابد، پس او دشمن ما هست. فاصبحنا نفرح بحب المحب لنا و نغتفر له. پس ما همواره خوشحال میشیم به خاطر حب محبین ما. حب محبین ما ما را خوشحال میسازد و ما برای محبین خود استغفار میکنیم. و نبغض المبغض، و ما دشمنی میکنیم با دشمنان خود. کسی که با ما دشمنی میکنند ما با اونا دشمن هستیم. و اصبح محبنا ينتظر رحمت الله عز وجل فكأن ابواب الرحمتی قد فتحت له. و محب ما، بله، محب ما همواره منتظر رحمت خدا هست و نگاه به نظر رحمت خدا می کند. گویا این که ابواب رحمت خدا همواره گشوده هست برای محب، برای محب ما. و اصبح مبغضنا على شفا جرف هار من النار. و دشمن ما و کسی که مبغض ما هست بر لبه پرتگاه آتش جهنم قرار گرفته. فكأن ذلك الشفاء قد انهار به في نار جهنم. که گویا آن لبه پرتگاه او را ساقط میسازد به سوی جهنم. فهنيئا لأهل الرحمة رحمتهم رحمتهم وتعسا لأهل النار مثواهم إن الله عز وجل يقول فلبئس مثوى للمتكبرين. پس خوشا به حال اهل رحمه رحمت آنها و بدا به حال اهل النار جایگاه آنها. و خداوند متعال می فرماید جایگاه متکبرین جایگاه بدی هست. و انه لیس عبد من عبید الله یقصر فی حبنا لخیر جعله الله عنده. هر کسی که کوتاهی می کند در محبت ما هیچ وقت امکان ندارد که این به خاطر یک صفت خوبی در او باشد. هر کسی که عقب می افتد، کوتاهی می کند، پایش در سبیل محبت ما می لغزد، این به خاطر یک عیب در او هست، نه به خاطر این که یک صفت خوبی در او هست. اذ لا یستوی من یحبنا و من یبغضنا، چون مساوی نیست که دوست ما و دشمن ما. ولا یجتمعان فی قلب رجل ابدا ان الله لم یجعل لرجل من قلبین فی جوفه یحب بهذا و یبغض بهذا. و دوستی ما و دشمنی ما هیچ وقت در قلب انسان جمع نمی شود. دوستی ما و دشمنی ما هیچ وقت در قلب کسی جمع نمی شود. در ذیل این آیه کریمه و ما تبدو فی انفسکم یعلمه الله. بلی وما تبدو فی انفسکم و ما تخفوه یعلمه الله. اون چیزی که در قلب شما، سوره بقره، در قلب شما هست، چی اون را ظاهر کنید چی ظاهر نکنید خداوند آن را میداند. در احادیث داریم که کسی که در دل او یک ذره خردل، یک دانه ارزن از محبت اولی و دومی باشد، خداوند متعال او را به بهشت نمیبرد. اصلا امکان ندارد حب اهل بیت علیهم السلام با حب دشمنان او در دلی جمع بشود.
ولا يجتمعان في قلب رجل أبدا، إن الله لم يجعل لرجل من قلبين في جوفه، يحب بهذا ويبغض بهذا. أما محبنا فيخلص الحب لنا كما يخلص النار يخلص الذهب بالنار. محب ما أنكسيست ك ما را خالصا دوست دارد و هیچ گونه گرایش و علاقه و دوستی نسبت به دشمن ما ندارد، مانند همونطوری که آتش طلا در آتش قرار میگیرد و خالص میشود. و مبغضنا علی تلک المنزله، و مبغضنا همینطوری هست، مبغض ما هم هیچ وقت نمیتواند ما را دوست داشته باشد. بله. و نحن النجبا و افراطنا افراط الانبیا و انا وصی الاوسیا و الفئة الباغیت من حزب الشیطان، ما برگزیدگان هستیم و افراطنا افراط الانبیا، و اونهایی که افراط بلی اون کسی که از آدم پیشتر می رود، پیش قدمان ما پیش قدمان انبیا هست، منظور ترجمهش اینه. و انا وصی الاوسیا، من وصی اوسیا هستم، و الفئة الباغیه من حزب الشیطان، فئه باغیه جنگ جمل و اصحاب صفین معاویه، اینها از حزب شیطان هستند. و الشیطان منهم، و اونها از شیطان هستند. فمن اراد ان یعلم حبنا فلیمتحن قلبه، فإن شارك في حبنا عدونا فليس منا ولسنا منه. هر کسی که میخواهد بداند که آیا محب ما هست یا نیست، قلب خود را نگاه بکند، قلب خودش را امتحان بکند. اگر در حب ما، فإن شارك في حبنا عدونا، اگر در محبت و دوستی بین ما و بین دشمن ما شراکت قائل شد، هم ما را دوست بدارد هم دشمنان ما را، فلیس من نا، او از ما نیست، ولسنا منه، و ما از او نیستیم، والله عدوه، و جبرائیل و میکائیل، والله عدو للکافرین. بله. و خداوند دشمن او هست و جبریل و میکائیل دشمن او است، و خداوند متعال دشمن کافران است. یعنی هر کسی که دشمن ما را دوست بدارد اصلا خود او کافر. این حدیث شریف در این معنا صریحه اگر شما کمی تأمل بکنید. لا يجتمع حبنا وحب عدونا في جوف انسان. بله. دوستی ما و دوستی دشمن ما در قلب هیچ انسانی جمع نمی شود. امیر المؤمنین علیه السلام فرموده. بله. روایت بعدی علی ابن ابراهیم از امام باقر علیه السلام از امام امیر المؤمنین علیه السلام نقل می کنند که ایشان فرمودند لا يجتمع حبنا وحب عدونا في جوف انسان. ان الله لم يجعل لرجل من قلبين في جوفه، جمع نمیشود دوستی ما و دوستی دشمن ما در قلب هیچ انسان. خداوند متعال به بشر، به افراد بشر دو قلب نداده. فيحب بهذا ويبغض بهذا، که با یک قلب دوستی کند و با قلب دیگر دشمنی کند. فاما محبنا فيخلص الحب لنا كما يخلص الذهب بالنار لا كدر فيه. بله. این همون مثل حدیث قبلی هست و بله، که کسی که ما را دوست دارد قلب خودش را امتحان بکند، ببیند دشمن ما را اگر دوست دارد او دشمن خودش دشمن خدا هست و ما بله و کافر هست. بله. بعدش هم ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه يحب بهذا قوما ويحب بهذا اعداءهم. پس این احادیث دوستان عزیز صراحت صریح دارد به چه معنا؟ که بله، کسی که در دل او یک مقدار میل و نرمی و دوستی نسبت به اعدای امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام باشد، او از شیعیان اهل بیت علیه الصلاة والسلام نیست و او در ادعای دوستی خود نسبت به امیر المؤمنین علیه السلام کاذب است. خب اما این احادیث این مطلب را ثابت نمی کند، این احادیث حالا به صراحت ثابت نمی کند، گرچه با دلالت التزامی بتوان اثبات کرد که براءت و دشمنی نسبت به اعدای امیر المؤمنین علیه السلام واجب است. خب یک شما می توانید بگویید که بله، ما امیر یک کسی هست امیر المؤمنین علیه السلام را دوست دارد اما نسبت به دشمنانش را هم دوست ندارد، اما از دشمنانش نفرت ندارد. خب نسبت این احادیث نسبت به اون دسته از افراد بله صراحت ندارد که حکم اونها چیست، اما در احادیث بعدی که خدمت شما تقدیم می دارم خواهد آمد و بیان خواهد شد. بینندگان محترم من، این کتاب روزه کافی در اینجا خطبه ای از امیر المؤمنین علیه السلام، و در این کتاب چندین خطبه از امیر المؤمنین علیه السلام آمده. یکی از این خطب که خیلی عالی هست و با بیشتر از یک سند آمده، و احادیثی که با بیشتر از یک سند می آیند دیگر اینها بله خیلی نادرا اتفاق می افته که اینها صحیح نباشند و اینها درست نباشند و اینها
حجت نباشند، چون کثرت سند خصوصا در کتب شیعه، خصوصا در کتب شیعه صحت حدیث را ثابت می کند. بله بینندگان محترم، من این کتاب شریف روضه کافی نوشته مرحوم کلینی رضوان الله علیه جزء ثامن در اینجا در صفحه 390 بلکه صفحه 386 خطبه هست از امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام، و این خطبه خیلی عالی است. در فقرات از این خطبه می فرماید انه سیعتی علیکم من بعدی زمان لیس فی ذالک شیء فی ذالک زمان شیء اخفا من الحق ولا اظهر من الباطل ولا اکثر من الكذب علی الله ولا لرسوله و رسوله صلی الله علیه و آله و سلم. گویا این که خیلی از این کلمات مطابق بر زبان ما هست، بر زمان ما هست. زمانی می آید بعد از من بر شما که در آن زمان بله چیز مخفیتر و پوشیده تر از حق نخواهد بود و چیز ظاهرتر از باطل نخواهد بود و چیز بیشتر از کذب و دروغ بر خدا و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بیشتر نخواهد بود. این خیلی منطبقه بر زمان ما، بر زمان ما خیلی منطبقه. یعنی در بین شیعه، در بین عمریه حق مخفی، کسی از حق صحبت نمی کنه. حق کیست؟ دوازده امام علیهم الصلاة والسلام. و حرف های باطل و دروغ بر خدا و پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم خیلی رایج. بین عمریه که از اونها ما توقعی نداریم، بین شیعه هم همچنین. و کلمات خیلی زیاد که حدود 1.5 صفحه هست بینندگان عزیز در این باب ایشان ذکر میکنه و همه اینها بله منطبق است بر زمان ما. و من دوست داشتم این کلمات را برای شما بخوانم، اما اگر اونها را بخوانم دیگر از اصل مطلب بله دور میشویم. یک وقت دیگر انشاءالله العزیز. در صفحه 390 از همین خطبه، در اواخر این خطبه مبارکه، امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام کلمات خیلی دقیق داره در وجوب معرفت بله ائمه زلالت، پیشوایان زلالت و گمراهی که اونها را چرا باید شناخت. یعنی شما اگر موسی علیه السلام را میخواهید بشناسید، امکان ندارد مگر که نسبت به فرعون آشنایی داشته باشید که فرعون چی کاره بود و چه کار کرد و با موسی علیه السلام چه تعاملی داشت. و امکان ندارد که شما موسی علیه السلام را دوست بدارید، پیروی بکنید و نسبت به فرعون بی تفاوت باشید. امکان ندارد اصلا این، چون موسی علیه السلام در جبهه قرار گرفت و در آن جبهه بود که مقابل او فرعون بود. همینطور ابراهیم و نمرود سلام الله علی ابراهیم، و همینطور رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و ابو سفیان و امیر المؤمنین علیه السلام و ابو بکر و عمر و معاویه و عائشه و عثمان و بقیه دشمنان امیر المؤمنین علیه السلام. این امکان ندارد. حالا شما بله کلمات خود امیر المؤمنین علیه السلام را مورد دقت و بررسی قرار بدهید، خوب گوش بکنید. وعلموا، مردم خوب بدانید، انکم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه. مردم خوب بدانید که شما هیچ وقت، لن یعنی هیچ وقت، معرفت هدایت را پیدا نمی‌کنید. رشد یعنی هدایت، رشد یعنی راه صحیح، معرفت راه صحیح را نمی شناسید. حتی تعریف الذی ترکه، تا اینکه بشناسید کسانی که تارک این طریق هستند. ولی تارک و تارک این طریق را بشناسید، اونهایی که منحرف هستند و بالخصوص ائمه ضلالت، پیشوایان طریق ضلالت، اونها را بشناسید. امکان ندارد که شما معرفت را بله رشد را بشناسید. ولم تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقضه. وشما هیچ وقت نمیتوانید به عهد قرآن کریم تمسک بجویید، یعنی اون عهدی که خداوند متعال از بندگانش در قرآن کریم گرفته، توحید پروردگار عالم، رسالت انبیاء علیهم السلام، رسالت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، اتباع ائمه اطهار علیهم الصلاة والسلام و پیروی و دوستی اهل بیت علیهم الصلاة والسلام. این میثاق پروردگار عالم در قرآن کریم. امکان ندارد شما بر این میثاق، میثاق یعنی عهد و پیمان خدا، به عهد و پیمان خدا در قرآن کریم عمل بکنید، مگر چی؟ مگر بله
حتى تعرف الذي نقضه. مگر اینکه بدانی چه کسانی بودن این عهد و پیمان را شکستند. خب این کلمات منه جماعت علمای قم در قم، علمای صحیح العقیده خیلی زیاده، تاج سر من هستند، من شاگرد اونها هستم. حالا به اون صورت شاگرد اونها هم نیستم، اما خب اونها رو دوست دارم. بله علمای صحیح العقیده منظور اونها نیست، منظور علمای که اونجا میخوان برن مجتهد بشن. مجتهد بشن بسان کی؟ بسان آقای مصباحی هستی. مجتهد بشوند بسانه علماء سو. بله خب بسانه آقای جوادی آمدی. بله که از علوم شرعیه هیچ بهره ای ندارند، کلام اهل بیت علیه السلام را نمی فهمند، از عقاید حق بی خبر با اسف شدید. خب خب اونها را من میگم علماء قم، منظور اون جماعت طلاب و علماء و فضلای قم. خب شما یک کمی انصاف بکنید، هرچی باشد شما یک زمان شیعه بوده اید، حالا اگر رفتید فاسد العقیده شده اید، یک زمانی که شیعه بوده اید، شاید بتوانم از ته دل شما یک مقدار زیر اون خاکسترها و اونها یک مقدار از اون شعله را پیدا کرد، شعله تشیع شاید مانده باشه. این کلام امیر المؤمنین علیه السلام، کلام امیر المؤمنین علیه السلام یعنی کلام خدا، یعنی قرآن ناطق. ولن تمسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذه، وهيج امكان ندارد شما تمسک به کتاب، تمسک به قرآن کریم پیدا بکنید، یعنی اصلا امکان ندارد، تمسک یعنی پیروی، پیروی بکنید از قرآن کریم، حتى تعرفوا الذي نبذه، مگر اینکه بشناسید چه کسانی قرآن کریم را پشت سر خود انداختند، یعنی پشت سر خود انداختند، قرآن کریم را زیر پای خود کردند، احکام قرآن را زیر پای خود کردند، پشت به قرآن کردن. تا اونها را نشناسید امکان ندارد به قرآن کریم عمل بکنید. ولن تتلو الكتاب حق تلاوته حتى تعرف الذي حرفه، و امکان ندارد که شما کتاب خدا را آنطوری که خداوند متعال امر کرده تلاوت بکنید. تتلو الكتاب حق تلاوته، این منظور تجوید نیست، تلاوت کتاب حق تلاوت آن یعنی برداشت حقائق و معارف صحیحه از قرآن کریم و عمل کردن به قرآن کریم، یعنی پیروی از قرآن کریم، منظور اینه، منظور این است. شما فهم قرآن، درک معانی قرآن و پیروی از قرآن کریم هیچ وقت نخواهید توانست، ولی حتی تعریف الذی حرفه، مگر اینکه بشناسید چه کسانی بودن که من قرآن را تحریف کردن، امکان ندارد. چه کسانی بودن الفاظ قرآن را، ترتیب قرآن را، معانی قرآن کریم را عوض کردن. حالا الفاظ قرآن عوض شده یا نشده این مبحث سر جای خودش، معانیش را که قطعا عوض کردن، معانیش که حرفی ندارد که بله اون را تحریف کردن. بله. خب این خیلی واضح روشنه که شناخت ائمه ضلالت لازم و ضروری هست. اینطوری نیست که انسان بله به ابوبکر عمر شما چی کار دارید، به عایشه چی کار دارید. خب این لازم و ضروریه. روحانیون محترم، الله یاری، من خادم شما، من نوکر شما، من اینجا نیامدم که به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم علی یاد بالله فحش ناموسی بدهم، اما شناخته بله چهره های قبیح که تمام این بدی ها منشأش اونها هستند، شناخت اونها خیلی لازمه. یعنی اتباع امیر المؤمنین علیه السلام چی میفرماید؟ اتباع از کتاب، ایمان آوردن به قرآن کریم و اسلام و رسیدن به سبیل رشد و هدایت امکان ندارد مگر که دشمنان را شما بشناسید و معرفت اونها را حاصل بکنید. اون عالم روحانی در قم بوده به دوست ما گفت که اصلا عایشه را بد گفت، ذکر عایشه چی فایده؟ خب این فایدهش اینه نامرد، تو که رفتی در قم مجتهد بشوی فایدهش اینه، هدایت، پیروی از قرآن، پیروی از سنت. و دوستان عزیز بیننده، من خدمت شما در لحظات قبل عرض کردم که اصل براءت از اصول دینه، اصل براءت این واضح روشن، دلیلش اینه. چرا شما امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید که شما به قرآن نمی رسید، به سبیل هدایت نمی رسید، مگر این که
ائمه زلالت و پیشوایان و پیشوایان طریق گمراهی را خوب بشناسید. خب پس چی شد؟ معنای این کلام یعنی معرفت پیشوایان زلالت و دشمنان امیر المؤمنین علیه السلام و سرکردگان کفر و نفاق الصحابه، معرفت اونها شرط ایمان و شرط هدایت هست. و ادله بر این مطلب خیلی زیاده. خب اینجا وقتی که یک امر شرط هدایت شد و شرط ایمان شد، دیگر اون از قبیل وضوع و از قبیل تیمم، از قبیل فروع دین نیست، او از اصول دینه، خیلی واضح و روشنه. حالا بر این مطلب بله ادله دیگر هم خواهد آمد. ولن تعرف الضلالة حتى تعرف الهدى، و هیچ وقت زلالت را نمیشناسید مگر اینکه هدایت را بشناسید. بله هدایت را بشناسید، بعد بله هدایت را که شناختید زلالت را میشناسید. وقتی سرکردگان زلالت را شناختید، اون وقت ایمان شما، دین شما، ولایت شما نسبت به طریق هدایت استوار، محکم، کامل میگردد. ولن تعرف التقوى حتى تعرف الذي تعدى، هیچ وقت تقوا را نمیشناسید تا اینکه شما بشناسید اون کسی را که از راه تقوا تعدی کرده، تجاوز کرده. فاذا عرفتم ذلك عرفتم البدعه والتكلف ورايتم الفريه على الله وعلى رسوله صلى الله عليه واله. وقتی که این امور را شناختید، این امور را سرکردگان زلالت و گمراهی را شناختید، کسانی که قرآن را پشت سر انداختند، قرآن، کسانی که عهد قرآن کریم و میثاق قرآن کریم را زیر پای خود کردند، کسانی که قرآن کریم را تحریف کردند، کسانی که دین را بله عوض کردند، وقتی که اونها را شناختید فایدهش چیست؟ فاذا عرفتم ذلك عرفتم البدع، نسبت به بدعت ها معرفت پیدا میکنید، آشنایی پیدا میکنید، گول نمیخورید. عرفتم البدع، بدعت ها را خوب میشناسید. اون وقت دیگر شیخ آصف محسنی و امثال او دیگر نمیتوانند شما را گمراه بکنند و شما را از طریق دین، از طریق هدایت دور بکنند. بله. به وقتی که اینها را شناختی، دیگر یک کسی آمد مثل شیخ آصف و مثل بقیه آمد، از ابو بکر و عمر و از اینها تعریف کرد، از اهل بیت علیه السلام ذکر نکرد، اون وقت میفهمی که این مردک بله خودش دجال هست و اهل بدعت هست. فاذا عرفتم ذلك، وقتی این امر را فهمیدی، عرفتم البدع، بدعت ها را میشناسید، و تکلف، و بله تکلف را میشناسید. تکلف یعنی مردم را از طریق حق به طریق باطل به زحمت انداختن. و رأیتم الفریت علی الله و علی رسوله صلی الله علیه و آله و سلم، و خواهید دید که چقدر مردم دروغ بستن بر خدا و پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم. بله میبینید که حرفای دروغ خیلی زیاده. و تحریف لکتابه، و خواهید دید که قرآن کریم را عوض کردن، معانی قرآن، اصلا قرآن مقصودش چیز دیگریه، اون را عوض کردن. و رأیتم کیف هدا الله من هدا، و اون وقت زمان خواهید دید که چطور خداوند متعال هدایت کرده کسانی را که هدایت کرده. طریق هدایت چیست؟ وقتی که سرکردگان کفر و شقاوت را شناختید، طریق هدایت برای شما واضح و روشن می شود. فلا يجهلنكم الذين لا يعلمون، لا يجهلنكم الذين، الذين لا يعلمون. دوستان عزیز، وقتی که ما میگویم جاهل در زبان ما و شما، در زبان ما و شما وقتی میگویم جاهل یعنی انسانی که خبر نداره، کتاب نخونده، اما در قرآن کریم و در فرهنگ قرآن و در خیلی جای ها از روایات، الذين لا يعلمون منظورش این نیست کسانی که بی خبر هستن، خبر ندارن، نه، منظور کسانی هستند که منافق هستند، منظور کسانی هستند که حق را میشناسند و در مقابل حق ایستادگی میکنند. و چرا به اینها الذين لا يعلمون گفته شده یا جهال گفته شده؟ به خاطر این کار حماقته، حماقته. من همیشه چی میگم؟ جایی که عقل است عمری نیست، جایی که عمری است عقل نیست. چرا میگم اینو؟ به خاطر اینکه واضح و روشن دلیل نمیاری از بخاری، از مسلم، که خب طریق عمری باطله، اما بازم عمری را بینی که دوم عایشه را گرفته، دوم عمر را گرفته، نشان میگه عمر مثلا چلپاسه میخورد، ایستاده بول میکرد، عمر از جنگ ها فرار کرد، آیات در کفر اونها نازل شده. بله جاهل بوده، ظالم بوده، آدم کش بوده، آدم های بیگناه را میکشته، بله خلافتش باطل بوده، یک دلیل شرعی بر خلافتش وجود نداره، همه اینها را بیان میکنیم، باز هم از روی تعصب میگه عمر. کسانی که در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بودند،
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میگفت گوش کنید مردم، این لات، این عزا هست، این هبل هست، این یسوق هست، بودهای کفار، اینها خدا نیستن، اینا را خود شما پدران شما از گل، از خاک، از سنگ، از چوب ساخته اید و اینا یک مگس را نمیتوانند از خود دور بکنند. من پیغمبر خدا هستم، بیایید من معجزه نشان بدم، مرده را براتان زنده میکنم. ببین اینجا این درخته بهش اشاره میکنم، به من به رسالت من شهادت میدهد. این گرگ میاد با من صحبت میکنه شهادت میدهد. این مریض شل کور من دست میکشم شفا میابد. باران نمیآید من دعا میکنم باران میآید. بله دیگر اشاره میکنم قمر شق میشود، من سایه ندارم. بله و هر جا میروم بله خداوند متعال بر سر من ابر سایه میفکنه. خب این همه معجزات را میبینید و اون دعوت من همش با دلیل. اگر میگم خدا واحد و لا شریک، آثار عظمت و آثار بزرگی و آثار کبریای و آثار حکمت و آثار قدرت و در ذره ذره کائنات در وجود شما غیر قابل حساب موجوده. خب برای اون کفار قریش واضح و روشن بود که کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حق، اما قبول نمی کردن. خب کسی که این کار را نکنه چیه؟ خب احمق دیگه، عقل خود را زیر پای خود گذاشته. این چنین شخصی جاهل نیست به اصطلاح ما و شما امروز. یعنی جاهل ما چی میگیم؟ این که خبر نداره. اون میداند که این حق، اما باز هم پافشاری میکند که نه مرام من حق. مثال دیگر بدن در زمان ما پیروان انقلاب ایران. خب اینجا شما مناظرات را دیدید، ادله را دیدید، من بیان کردم که ولایت فقیه باطله، اصل انقلاب از اساس باطله. خب اما یک عده باز هم لجاجت میکنن که نه راه آقای خمینی بر حقه، انقلاب بر حقه. وقتی که مطالبه دلیل میکنید دلیل هیچی نداره. دلیلشان چیه؟ میگه امریکا بده، اسرائیل بده. خب حالا امریکا بد، اسرائیل بد، این ولایت فقیه را ثابت نمیکنه، این انقلاب شما را ثابت نمیکنه. خلاصه میگن آقای خمینی سید و سید را باید احترام کرد. خب این که ثابت نمیکنه که نائب امام زمان علیه السلام، تازه سید در دنیا خیلی زیاده. خب این چیه دوستان عزیز؟ اینها کسانی هستن که میدانند یک دشان واقعا به اصطلاح امروز هم جاهلن نمیدانند، اما یک عده اونها میدانند. با این که میدانند از روی تعصبات مختلفه بر همون راه باطل خود پافشاری دارن و اصرار دارن. خب حالا روشن شد خدمت شما بینندگان محترم من. وقتی که این روشن شد این راه و این طریق، این مطلب برای شما روشن شد، لا یعلمون در جا در قرآن کریم و اکثرهم لا یعلمون بله ولکن المنافقین لا یفقهون، چون کار اونها حماقته. اونها میدانن که پیروی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سعادت دنیا و آخرت، اما به خاطر اینکه شقی هستن خدا کمر اینها را شکسته ایمان نمیارن، دیگر هیچ دلیلی دیگر نداره. خب اینها جهالته. خب حالا که فهمیدید معنای الذين لا يعلمون، حالا برگردیم به کلام امیر المؤمنین علیه السلام. فلا يجهلنكم الذين لا يعلمون، يجهلنكم یعنی نسبت جهل به شما دادن. منافقین نگوین هیچ وقت، بلی این کسانی که این چنین هستن که ارجع عقل است عمری نیست و هر جا عمری است عقل نیست، اینها به شما نسبت نادانی ندهند. خوب بشناسید ائمه اینها را و ائمه کفر را، سرکردگان نفاق را، اینها را خوب بشناسید. فلا یجهلنکم، یجهلن یعنی نسبت نادانی. بگوید تو اصلا عمر را نمیشناسی، او عمر کی بود؟ عمر صحابی بود، خلیفه بود، این بود، آن بود، عایشه، او عایشه زن پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم. خب وقتی اگر بی خبر بودی، خب اونا میان الذين لا يعلمون، اگر خبر نداشتی عایشه چیکاره، ابوبکر چیکاره، عمر چیکاره، عثمان چیکاره، بله خب اون وقت شما را بیدین میکنن دیگه، شما خبر نداشتی. فلا یجهلنکم، بله شما را نسبت به جهل ندهند، خوب با علم باشید بدانید که بله. الذين لا يعلمون، وقتی این منافقین آمدند که جا عقل است عمری نیست، این بی عقل ها هر وقتی که آمدند بله آنچنان جواب دندان شکن، آنچنان بله سرویس حسابی منطقی دهن اینا را خرد میکنید اینطوری. خب حالا اینا دوستان عزیز خواندید و شنیدید. خب بینندگان عزیز اینجا چی بود در این حدیث شریف؟ براءت
و دشمنی معرفت دشمنان اهل بیت علیهم الصلاة والسلام. بله براءت در اینجا ذکرش نبود که شما دشمنی بکنید با اونها یا با اونها بله اظهار معادات بکنید. اونها در احادیث صحیحه متواتره خیلی زیاد آمده نشان میده. آنچه که مهم است در این حدیث شریف و هیچ انسان با انصافی نمیتواند انکار بکند که امیر المؤمنین علیه السلام معرفت سرکردگان کفر را شرط هدایت و شرط بله پیروی از قرآن و اهل بیت علیه السلام قرار داد. بر همین معنا دوستان عزیز من بعضی از کلمات از اعاظم را برای شما نشان میدهم. این کتاب اعتقادات شیخ صدوق رضوان الله علیه، مصنفات شیخ صدوق الاعتقادات. بله در این کتاب مصنفات چند کتاب را اینا چاپ کردن: اعتقادات، صفات الشیعه، فضائل الشیعه، مصادقه الاخوان، المواعظ، فضائل الاشهر و غیره. نوشته شیخ صدوق رضوان الله، طبع مكتبه پارسا در پاساژ قدس، پایتخت روحانیت پاساژ قدس در قم مقدسه. در اینجا در کتاب الاعتقادات شان بابی دارد، باب الاعتقاد في الظالمين، اعتقاد الظالمين در بارز. قال الشيخ: اعتقادنا فيهم انهم ملعونون والبراءه منهم واجبه. اعتقادنا فيهم انهم ملعونون، ظالمین ملعون هستند و براءت از اونها واجب هست. بعد ایشان اینجا خیلی آیات آورده و کلام آورده و بله بعد در ادامه این کلام میگوید: و اعتقادنا في البراءه انها واجبه من الاوثان الاربعه ومن الانداد الاربعه ومن جميع اشیائهم و اتباعهم و انهم شر خلق الله. و اعتقاد ما در براءت این است که این واجب هست از اوثان اربعه، اوثان اربعه ولید و امی سومی و معاویه. و الانداد الاربعه، الانداد الاربعه چهار زن هستند: عایشه، حفصه، ام حکم و ظاهرا چهارمیش هند زن ابی سفیان هست. اینها از اینها واجبه. بله و من جميع اشیائهم و اتباعهم و انهم شر خلق الله، و از جميع پیروان اونها و اتباع اونها و اینکه اونها بدترین خلایق هستند، خدا از اینها مخلوق بدتر خلق نکرده. بعد این کلام اینجا هست دوستان عزیز، اون کلامی که میگفتم که فائده براءت چیست، فائده معرفت اینها چیست، معرفت دانست شناخت سوء فعال اینها و قبائع اعمال اینها فائدهش چیست. فائدهش ببینید: ولا يتم الاقرار بالله وبرسوله صلى الله عليه واله وبالائمه عليهم السلام الا بالبراءه من اعدائهم. خب ببینید همون کلام امیر المؤمنین علیه السلام را در اون خطبه مبارکه مرحوم شیخ صدوق با عبارت اخرى بیان میکنند و تمام نمیشود. تمام نمیشود یعنی کامل نمیشود، کامل نمیشود. چی چیز؟ اقرار به خدا و اقرار به پیغمبر و اقرار به ائمه علیهم السلام، یعنی انسان ایمان انسان کامل نمیشود مگر الا بالبراءه من اعدائهم، مگر با براءت از دشمنان اهل بیت علیهم السلام. و براءت عرض کردم التباعد، براءت معناش چیه؟ معنای لفظی آن تباعد، دوری جستن از امر مکروه. ببینید بینندگان محترم، من براتون نشان بدهم که در کتاب مفردات راغب این مفردات راغب اصفهانی در فی غریب قرآن الکریم در اینجا صفحه 57 شیشان براءت را توضیح می دهد. براءه اصل البرع والبراء والتبری التغصی مما یکره مجاورته، این که انسان دوری بجوید و خلاص بکند خودش را، مما یکره مجاورته، از چیزی که مجاورت آن نزدیکی به آن مکروه باشه، بله یک چیزی که اصلا ناخوشایند باشه، زشت باشه، مکروه باشه، بله یک شیء دلاویزه، دل انسان را میکشد، یک چیزی مکروه زشته، دل انسان از او نفرت میجوید، انسان طبیعتا از او نفرت دارد. از همچین چیزهای دوری جستن و خود را پاک کردن و خلاص شدن، این براءت، براءت این معنای لفظی آن است. خب بینندگان، ولا يتم الاقرار بال
بالله وبرسوله صلى الله عليه واله وبالائمه عليهم السلام الا بالبراءه من اعدائهم. خب اینم معنایش واضح میشه. مرحوم مجلسی اول در شرحی دارن ایشان بر کتاب شریف من لا يحضره الفقيه و این روضة المتقین اسم گذاشت. این کتاب روضة المتقین، روضة المتقین فی شرح من لا يحضره الفقيه، نوشته مجلسی اول ملا محمد تقی مجلسی، پدر مرحوم ملا باقر مجلسی رضوان الله تبارک و تعالی علیهما. بله، چاپ بنیاد فرهنگی اسلامی حاج محمد حسین کوشانپور، خدا رحمت کنه ایشان را که این کتاب را چاپ کرده. چاپ شده در سنه محرم 1410. در اینجا دوستان عزیز در کتاب الحج در باب الاستلام، در کتاب الحج مستحبات استلام حجر الاسود، وقتی حج مشرف شدید اونجا در کنار خانه کعبه حجر الاسود است، مستحب که انسان وقتی طواف میکند در هر طواف خودش اون را لمس بکند و ببوسد. اگر نتوانست حداقل در طواف اول ببوسد و لمس بکند و در طواف آخر، و اگر آن هم نتوانست دیگر بله فقط لمس بکند. خب اگر اون هم نتوانست ازدحام بود دیگر نمیتواند. این حجر الاسود در هنگامی که حجر الاسود را آدم میبوسد دعای اونجا هست، دعا را ایشان ذکر کرده، گفته وقتی که حجر الاسود را میبوسیدی و لمس میکردی اینطوری بگو: امانتی ادیتها و میثاقه و میثاقی تعاهدته لتشهد لی بالموافقه. امانت خود به حجر الاسود این چنین خطاب کن و بگو: من امانتم را ادا کردم و میثاق خودم را که عهد و پیمان خودم را که با آن عهد و پیمان کرده بودم اون را وفا کردم، تو هم به من شهادت بده روز قیامت که من وفا کردم. و بعد میگه این تو این چنین بگو: آمنت بالله و کفرت بالجبت و الطاغوت و اللات و العزا و عبادت الشیطان و عبادت الاوثانی و عبادت کل ند یدعا من دون الله عز و جل. ایمان آوردم به خدا و کفر جستم به جبت و طاغوت و لات و عزا و عبادت شیطان و عبادت اوسان، عبادت بتها و عبادت هر نظیری، هر شریک خداوند متعال که به جای خداوند متعال عبادت می شود. خب این دعا هست و این چنین ادعیه خیلی زیاده. در شرح این دعا ببینید که مرحوم مجلسی اول چی میفرماید: و کفرت فشرع في التجديد بقوله آمنت بالله وبما أرسله على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من ولاية ولاة أمره، والرسالة والولايتان داخلتان في الإيمان بالله، ولهذا لم يذكرهما لأنهما متلازمان كما في الآيات في قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، وفي قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وغير ذلك من الآيات، بل القرآن أكثره فيهم كما يظهر من الأخبار المتواترة عن الأئمة الطاهرين عليهم السلام. قبل الشرح إن كلام لا فرصتش نيست. وكفرت بالجبت والطاغوت واللات والعزى وهم أئمة الجور بالترتيب لعنهم الله تعالى. فرمايتك إنجا منظور از إنك در أنجا مقابل حجر الأسود ميستيم: وكفرت بالجبت والطاغوت واللات والعزى. این منظور اون بت‌ها نیست، بت‌ها نیست، اینها اولی دومی سومی و معاویه هستند، منظور اونها هستند. و دلیلش هم ذکر میکنه ایشان: و عبادت شیطان و عبادت شیطان فی متابعتهم. این منظور از عبادت شیطان که کفرتو بی عبادت شیطان، عبادت شیطان یعنی متابعت اونها هست منظور. و عبادت کل ند یدعا من دون الله من بنی امیه و بنی العباس و متکلمیهم و فقهائهم. سبحان الله، سبحان. و من براءت می جویم و کفر می کنم، کفر می ورزم نسبت به عبادت هر نظیری که بجز از خداوند متعال عبادت می شود. اونا چیست؟ بله، خلفای بنی امیه و بنی عباس و علماء علم کلام آنها و فقهاء مخالفین. و هاکذا دلیل شما چیست؟ جناب مجلسی اول، خوب گوش بکنید دوستان عزیز،
حالا اینجا نکات خیلی ظریفیه. و هاکذا ینبغی ان تفهم من عبارات العدیه و غیرها. این لازم است که این چنین بفهمی و این چنین شرح بکنی و منظور اون بتان نیست. چرا؟ دلیل چیه؟ فإنه لما لم يمكن بسبب التقية تسميتهم في نسبة الكفر والبراءة منهم واللعن عليهم كنوا عنهم بالأسماء بأسماء الأوثان التي كانت عرب كانت تعبدها العرب. شان مفرمايت شما نميداني أئمة عليهم الصلاة والسلام زير دست خلفاء زندگي ميكردن مانند أبو بكر بغدادي داعش اونها زير پرچم داعش زندگي ميكردن امكان نداشت كونها با ذكر اسم و با ذکر اسم نسبت کفر بدهند به سرکردگان شقاوت و کفر، امکان نداشت برای ما. لذا اینها با کنایه و با تعریض، با کنایه و با اشاره اسامی بت‌های عرب را که عرب در جاهلیت می‌بد استفاده می‌کرد استفاده می‌کردند برای بت‌های خودشان، اونها را اطلاق کرده بر ائمه کفر. و این خیلی زیاده در احادیث و خیلی زیاده در روایات. و اصلا بینندگان عزیز از اسلوب بلغا و از اسلوب فصحا و از طرز کلام فصحا این کنایه و ائمه اطهار علیهم الصلاة والسلام انواع کنایات را نسبت به سرکردگان شقاوت و نفاق و فسق استفاده کرده. مثلا ابو الفصیل المتظاهرتا و رمع، یا خدمت شما به عرض الاعرابی الاول الاعرابی الثانی، مثلا این خیلی زیاده اینا و خودش یک باب وسیعیه. و انشاءالله خدا توفیق بدهد این مطلب را من در آینده اون زمانی که احادیث را برایتان خواهم خواند، احادیثی که نسبت به اونها آمده، اونها را باب تعریض و کنایه که چطور با کنایه از اونها ذکر کرده، به سبب نه اینکه اسم بردن اونها ذاتن حرامه، نه به خاطر اینکه برایشان امکان نداشته و تفهیم شیعیان دیگر راه دیگر نداشته، بله و عقلا میفهمیدند از اون طریق صحبت کرده. کنوا عنهم باسماء الاوثان التي كانت تعبدها العرب و ظاهر انه لم يبق في زمن الائمه صلوات الله عليهم من الاوثان اسم ولا اثر حتى يحتاج الى الكفر والبراءه منها. خیلی واضح و روشن ایشان می فرماید که در زمان امام صادق علیه السلام یا امام رضا علیه السلام اسم و اثری از اون بت‌ها نمانده بود، کسی اونها را عبادت نمی کرد، که لازم باشه که شما بری پیش حجر الاسود بگویی که من پیرو من مثلا لات و عزا را پرستش نمی کنم. لات و عزا را دیگر کسی پرستش نمی کرد. در فتح مکه امیر المؤمنین علیه السلام بردوش رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم پا گذاشت، رفت تمام بت‌ها را شکست، دیگر کسی اونها را پرستش نمی کرد، مگر اینکه ابو بکر و عمر در خفا مثلا پرستش می کردن تا انگام مردن، این بعید نیست. اما دیگر در زمان ائمه علیهم السلام دیگر از اونها اسم و اثری نبود، لذا لازم نبود که شما برید بگید پیش حجر الاسود من بله لات و عزا را من پرستش نمی کنم. خب خیلی ممنون، پرستش نمی کنم. منظور چیست؟ منظور از لات و عزا، بله منظور از لات و عزا رهبر معظمه. و انما شاء آثار هذه الاوثان التي ابتدؤوها بعد الرسول المختار صلى الله عليه واله وسلم كما كنا عن العمرين في دعاء صنمي قريش بالجبتين والطاغوتين. بل الظاهر والشائع من اخبار عن الائمه الاطهار سلام الله عليهم أن كل ما ورد في الآيات من الجبت والطاغوت وغيرهما فهما المراد منها، وإن شئت تفصيل فلاحظ الكافي وبصائر الدرجات والمحاسن. إشان من فرمايت كآثار إن أوثان التي ابتدأوها بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بل اسم أثر أزن بطها دقر نمان دبود بعد رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم، اما آثار و گفتار و بدعت‌های این بت‌های جدید در عهد ائمه علیهم السلام عالم را پر کرده بود، لذا لازم بود که از اونها براءت جسته بشود. همان طوری که کنایه ورزیده امیر المؤمنین علیه السلام در دعای سنمه قریش از عمرین از اون دو نفر
بكلمة جبت الطاغوت، بل الظاهر والشائع من الأخبار عن الأئمة الأطهار سلام الله عليهم أن كل ما ورد في الآيات من الجبت والطاغوت وغيرهما فهم المراد منها. بل كالظاهر إنا وإن خيلي كلام خيلي واضح وكلام خيلي درست دقيقية، وإن تر كلام دقيق در بله در علم در أقوال علماء فعلي كم پیدا می شود، چون اینها اصلا علماء معاصر ما به اخبار و احادیث مراجعه نمی کنند، ولذا بله کنایات و اشارات اهل بیت علیهم السلام را اینها متوجه نمی شن، نمی فهمند، بخاطر اینکه اینها عمرشان در چیزهای دیگر می گذره. بله ایشان می فهمند ظاهر اینه که هر جا در احادیث جبت و طاغوت ذکر می شود همون دو نفر منظوره. و ان شئت التفصيل فلاحظ الكافي وبصائر الدرجات والمحاسن، برای تفصیل کتاب کافی و بصائر الدرجات و کتاب محاسن برقی را ملاحظه بکن. بعد دوستان عزیز این جمله آخرشان خیلی مهمه، خیلی مهمه، توجه بکنید. بله بل الظاهر من الاخبار انه لا تحصل الولایه الا بالبراءه منهم ومن اتباعهم. حالا بگو ما وحدت میکنیم برادران عزیز ما آمدیم میخوایم وحدت بکنیم. ای مجلسی اول دست درد نکنه، چنان ضربه کاری زدی به کمر جماعت وحدتیه، چنان ضربه کاری زدی بر کمر جماعت وحدتیه که کمر اینها را شل کردی، دست درد نکنه. سلام الله علیه. شان میفهمید ظاهر اخبار اینه لا تحصل الولایه، یعنی از مستفاد یعنی معنای کلام ائمه علیه السلام، مستفاد از اخبار یعنی ما حصل کلام ائمه علیه السلام، یعنی آن چیزی کلام ائمه، گفتار امیر المؤمنین علیه السلام، گفتار امام صادق علیه السلام، گفتار امام جواد علیه السلام، گفتار دوازده امام، چهارده معصوم علیه السلام بر آن دلالت دارد. منظور اینه، یعنی اون رکن نجات و راه نجات و سبیل نجات. ظاهر اخبار اینه لا تحصل الولایت الا بالبراءت منهم من اتباعه. ولایت ها کسی به دست نمیتواند، کسی نمیتواند. ولایت منظور امامت اهل بیت علیهم السلام، اصلا امکان ندارد. شما شیعه باشید، شما قائل به امامت اهل بیت علیهم السلام باشید، مگر بالبراءت منهم من اتباعه، مگر اینکه براءت بجوید از اوثان، از اون بت‌های مندرآوردی اون جماعت و پیروان اون بت‌ها. اصلا شیعه تشیع امکان ندارد، شیعه بودن امکان ندارد. بعد عالم دجالی رفته در قوم که من مجتهد میشم، اون وقت میگه اصلا بیان کردن قوای اعمال عایشه چی فایده دارد؟ خب ملعون، فایدهش اینه تو که رفتی مجتهد بشوی، مجتهد در مسائل استنجا شدن، میخوای استنجا و تیمم اینها رو مجتهد بشوی، همونش هم نمیشی، همونش هم نمیشوی. من حوزه دست من باشه، یعنی اگر من بخوام درس اجتهاد بدم، من در 3 سال طلبه را مجتهد میسازم. اگر من مثلا کلاس های درسی من اگر درس بکنم در حوزه علمیه، من نهایتش طلبه ها 3 سال مجتهد میشم. در درس آقایون میرن 20 سال مجتهد نمیشم. من در 2 سال 3 سال طلبه را مجتهد میکنم، بعد از اینکه یک مقدار مقدمات بخوام، بعدش دیگر همین مقدمات بله لازم هم نیست که سطوح را بخوانم. بله یک مقدار مقدمات، یک مقدار سطوح، اونم اون چیزهایی که من بگویم بخوانم، بعدش ظرف 3 سال نهایتش طلبه مجتهد میشه. این راه اجتهادی که حوزه علمی قم میخوان بپیماین از این طریقه. لقمه را آدم میخواد به دهن بذاره، اینا لقمه را میارن دور سر خود میذارن، بعد دوباره دور سر خود میذارن، بعد دوباره 3 بار 4 بار آخر کار بله اون یک مقدارش پایین میفته، یک مقدارش شاید به دهنش برسه، شاید هم نرسه. الظاهر من الأخبار أنه لا تحصل الولاية إلا بالبراءة منهم ومن أتباعهم، ولهذا لم يرد دعاء يذكر فيه الولاية إلا وهي متبعة بالبراءة فتتبر. وبخاطر همين هست که هیچ دعایی نیامده که در آن ولایت هست، ذکر آل محمد علیه السلام هست، مگر این که در کنار آن براءت از اعدا موجوده، براءت از اعداء اهل بیت علیه السلام موجوده. خب دوستان عزیز این کلام خیلی واضح و روشنه، همون کلامی که ما از کلام امیر المؤمنین علیه السلام نشان دادیم، مرحوم مجلسی اول بر همان تصریح کرده.
دوستان عزیز بیننده، و اینها بله معنا و مرجعش چیست؟ معنا و مرجعش اینه که ولایت بله که اصول دین پنج است: اول توحید، دوم عدل، سوم نبوت، چهارم امامت، پنجم معاد. امامت، عقیده به امامت، براءت از اعدای اهل بیت علیهم الصلاه و السلام از شروط و مقدمات و از ذیل امامت هست، و لذا این از اصول دین هست. بینندگان محترم، این کتاب شریف الغدیر در ترجمه و زندگی نامه دعبل خزائی، ببینید که مرحوم علامه امینی رضوان الله علیه چی بفرماید. این الغدیر في الكتاب والسنة والأدب، جزء الثاني تبع مؤسسة العالمي للمطبوعات، إن در ترجمة الدعبل خزائي الشاعر أبو علي أبو جعفر دعبل بن علي بن رزين بن عثمان بن عبد الرحمن خزائي، بل إيشان در صفحه 432 در آخر ترجمهش میگوید: و ما ينقم من المترجم له من التوغل في الهجاء في غير واحد من المعاجم فإن نوع ذلك الهجو والسباب المقضع في من حسبهم أعداء للعطرة الطاهرة سلام الله عليهم وغاصبي مناصبهم. میگویند که عده‌ای آمدن دعبل را بدگویی کردند، دعبل را مذمت کردند. وجه مذمت دعبل چیست؟ میگه ایشان خیلی بد کلام بوده، خیلی حجو کرده. شما میدونید یکی از نج انواع شعر حجو هست، هجاء یعنی بدگویی میکنن. حجو عربی را شما ندیدید دوستان عزیز. فرزدق و جریر و اختل، اینها که همدیگر را حجو میکنند، اوه اوه او سبحان الله. فرزدق مثلا جریر را، جریر ظاهرا از بنی تیم بوده، از قبیله ابوبکر، اون وقت شروع میکنن به مادران اونا، به خواهران، زنای قبیله بنی تیم این چنینه که مثلا از کجا کدام عضو بدن اونا خبر میآورد؟ جریر، فرزدق، بله، یا جریر همچنین مثلا در مقابل اون. این دوتا جریر و فرزدق خیلی با همدیگر معاصر بودن، همدیگر را خیلی زیاد حجف کردن، بدگویی کردن، و همیشه که همدیگر را بدگویی میکنن اشعاری میگن عجیب و غریب، اصلا انسان حیا میکند، اصلا در مخیله کسی فکر خطور نمیکنه که این چطور به اون فاش داده. این در حجو عربی خیلی شایع هست که وقتی که هجا میگویند، دیگر جانب مقابل خواهرش را، مادرش را، عروسش را، مادر بزرگش را، تمام زنهای قبیلهش را، به حال هیچ کدام اونا رحم نمیکنن، بدترین الفاظ و بدترین عبارات را به قبیحترین وجه برای اونا میگویند. و اما در عین حال با خیلی تخیل خیلی عجیب و غریب، یعنی در تخیلش آدم نمیتونه خوب بگه خوبه، در یعنی در فنون عربی وقتی که میبینه آدم به حیرت میفته که اینا چقدر با بلاغت و با اسلوب ظریف چطور معانی قبیحه را درباره دشمنان خود بیان میکرد. خب من نمیگویم که جریر این کار را کرده، دعبل این کار را کرده، اما این چینه حجو کردن در شعر عربی شایع هست و حداقل اون زمان رایج بوده. کسانی آمدن دعبل را سرزنش کردن، گفتن چرا؟ گفتند که دعبل بسیار حجو میکردن. علامه امینی جواب میده، بله، جماعت مخالفین میانی الله یاری فاش میده، شمبکه ولا الله یاری فاش حتاک. خب ببینید که علامه امینی چی جواب میده: وما ينقم من المترجم له من التوغل في الهجاء. آمدن گفتن که ایشان توغل در هجاء داشتن، زیاد حجو کردن، زیاد اشعار در سرزنش مردم گفته. في غير واحد من المعاجم، که این نه این انتقاد از ایشان در کتاب‌های مختلف مذکوره درباره دعبل. ایشان میفرماید: فإن نوع ذلك الهجو والسباب المقضع في من حسبهم أعداء للعترة الطاهرة وغاصبي مناصبهم سلام الله عليه. ایشان میفرماید که نوع این جواب علامه امینی، میگوید که خبردار، زنهار، هوشیار، نسب این اشکال شما بر دعبل وارد نیست. دعبل اگر بد گفته، اگر حجو کرده، کسانی را که اونها را میدانسته و میشناخته که اونها دشمنان اهل بیت علیهم السلام است، اونها را بد گفته،
و اونها را حجو کرده. فان نوع ذلك الهجو، نوع این هجو سباب یعنی فحش داده، سباب یعنی فحش، المقضع این فحش بسیار واضح و روشن آمده دوش، بله فحش داده و حجو کرده. فی من حسبهم اعداء للعتره الطاهره و غاصبی مناسبهم، این را درباره دشمنان اهل بیت علیه السلام گفته، کسانی را که خود او عقیده دعبل این بوده که اینها غاصب حق امیر المؤمنین علیه السلام و غاصب حق اهل بیت علیه السلام، اونها را بد گفته و فحش داده. خب بعد ایشان چی میگوید؟ فکان یتقرب به الى الله و هو من المقربات الى الله زلفا. دعبل فحش داده، نوش جان دعبل علامه یمینی میفرماید آفرینش که فحش داد. چرا؟ میفرماید دعبل فکان یتقرب به الى الله، با این فحش دادن تقرب عبادت خدا را میکرد. و هو من المقربات الیه سبحانه زلفا، و این فحش دادن به دشمنان اهل بیت علیهم الصلاة والسلام این عبادت پروردگار عالم. علامه امینی میفرماید و ان الولایه لا تكون خالصه الا بالبراءه ممن يضادها ويعاندها. و عقیده به امامت، ولایت یعنی عقیده به امامت، 12 امام جانشینان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است. عقیده به امامت اصلا خالص نمی شود مگر با براءت، بیزاری جستن و بیزاری نمودن و دشمنی کردن با کسانی که یضادها، کسانی که ضد امامت هستند و دشمن امامت هستند. کما تبرأ الله و رسوله صلی الله علیه و آله و سلم من المشرکین، همونطوری که خدا براءت جست و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم براءت جست از مشرکین. و ما جعله الله لرجل من قلبین فی جوفه، و خداوند متعال آیه قرآنی در قلب انسان، در سینه انسان دو قلب نگذاشته که هم من هم امیر المؤمنین علیه السلام را دوست بدارم، هم نسبت به دشمنانشان بی تفاوت باشم، نه، و نسبت به دشمنانشان بلی دشمنی نکنم، نه اینطوری نیست. اگر من امیر المؤمنین علیه السلام را دوست دارم، بله دشمنان او را دشمن می دارم. غیر ان اکثر ارباب المعاجم من الفتح فئه المتحیزه الى اعداء اهل البيت الطاهر سلام الله عليهم حسبوا ذلك منه ذنبا لا يغفر كما هو عادتهم في جل رجالات الشيعه. ایشان می فرماید که اینها که در کتاب های مختلف آمده اند، دعبل را سرزنش کردند که دعبل فحش داده و حجف کرده. خب به خاطر اینکه مصنفین این کتاب ها پیروان مخالفین هستند و اونها همیشه بدگویی از دشمنان اهل بیت علیهم الصلاة والسلام را گناه نابخشودنی هدیه به شبکه ولایت، گناه نابخشودنی قرار میده. خب بینندگان محترم، این همون کلام امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام بود که خدمت شما به عرض رسانم. مرحوم ملا محسن فیض کاشانی در کتاب وافی خودش بر شرح همان خطبه، همان خطبه امیر المؤمنین علیه السلام را که برای شما از کتاب شریف کافی خواندم، ایشان شرحی دارد که برای شما نشان میدهم. این کتاب شریف الوافی مجلد 26 کتاب الوافی نوشته مرحوم ملا محسن فیض کاشانی جزء 14 مجلد 26، این مجلد 26 کتاب روزه. در اینجا صفحه 85، بلکه قبل از آن خطبه شروع میشه، همون خطبه از کافی صفحه 83. در صفحه 85 همون کلماتی است که من برای شما خواندم. واعلموا علما يقينا انكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه، ولن تاخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقضه، ولن تمسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذه. همون کلماتی که من خدمت شما خواندم از کتاب شریف روضه کافی. در شرح این کلمات ایشان میفرماید وقوله عليه السلام أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه تنبيه على وجوب البراءة من أهل الضلال. همون كلامين حقير كو خيل وازر روشان كلام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. إنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تعرفوا شو حتى تعرفوا الذي تركه إلى آخره.
این کلمات امیر المؤمنین علیه السلام و السلام صریح است در این معنا و به وجوب براءت من از اهل زلالت، وجوب براءت از اهل زلالت. خب خیلی واضح و روشن بینندگان عزیز معنا این کلام. همین معنا دوستان عزیز بیننده در احادیث خیلی زیاد دیگر آمده. ساعت چند شد؟ ساعت تقریبا دیر شد ها؟ تقریبا دو ساعت بیشتر سخنانی کردم، دو نیم ساعت سخنانی کردم یا یک و نیم ساعت، یک و چهل، یک ساعت و چهل دقیقه. خب من یک حدیث دیگر هم براتون بخونم و بعد دیگر پایان برنامه. همین مطلب این تنها در این خطبه نیامده، در احادیث زیاد آمده. این کتاب عمالی هست دوستان، عمالی شیخ صدوق، و این حدیث را که نشان میدهم این به بیشتر از یک سند وارد شده و شیعه روایت کرده و عمریه روایت کرده و تعدد سند دلالت بر صحت حدیث. بینندگان محترم ملاحظه بفرمایید، کتاب عمالی مرحوم صدوق رضوان الله تبارک و تعالی علیه، در این کتاب شریف صفحه 110 مجلس 28، در مجلس 28 این المجلس 28 صفحه 110 حدیث 9 ایشان روایت میکند، بله، از محمد بن زکیر الجوهری عن محمد بن عمران ابیه عن الصادق جعفر بن محمد عن ابیه محمد بن علی عن آبائه الصادقین سلام الله علیه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، از رسول خدا صلی الله علیه وسلم، در کتاب مئت منقبه از ابن شاذان قمی در اونجا به سند دیگر این حدیث را آورده. و کسانی که سروکار با حدیث ندارند اونا دیگر التماس دعا، اونا خدا یارشان شد. کسانی که سروکار با حدیث دارند میدانند که وقتی یک حدیث را شیعه نقل میکنه، عمریه نقل میکنه، با بیشتر از یک سند نقل میشه اون حدیث دیگر، و خصوصا این که متن و محتوای آن بله چیز جدید نداره و متن و محتوای آن از یقینیات هست دیگر، اون صحت حدیث شکی نمیماند. طبعا حدیث اینه بینندگان عزیز، و اگر کسانی میخوان در کتاب عمریه ببینن کتاب مناقب خوارزمی، این کتاب مناقب خوارزمی هست بینندگان محترم، مناقب خوارزمی چاپ مؤسسه البلاغ دار سلونی، در صفحه 38 این کتاب همین حدیث را ایشان آورده، ذکر فضائل امیر المؤمنین علیه السلام در این باب حدیث سوم در صفحه 39 حدیث سوم به هذا الاسناد. خب بینندگان عزیز حدیث را ببینید، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تبارك وتعالى جعل لأخي علي بن أبي طالب سلام الله عليهما وآلهما فضائل لا يحصي عددها غيره. خداوند متعال براي برادر من أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام إن قادر خوبيها فضائل، إن قادر خوبيها، إن قادر زيبايها، إن قادر صفات حسنة، إن قادر خصال حميدة، إن قادر أوصاف مجيدة قرار داده. پروردگار عالم به امیر المؤمنین علیه السلام را اینقدر نور عطا کرده، امیر المؤمنین علیه السلام را اینقدر جمال عطا کرده، امیر المؤمنین علیه السلام را اینقدر کمال عطا کرده، پروردگار عالم خودش به امیر المؤمنین علیه السلام اینقدر بها داده، خداوند متعال خودش به امیر المؤمنین علیه السلام اینقدر زیبایی، اینقدر دلکشی، اینقدر صفاتی که هر صفتی او دلاویز و دلانگیز هست قرار داده، لا یحصی عددها غیره، که هیچ کس شمارش نمیتواند عدد اون را غیر خود پروردگار عالم، غیر خود پروردگار عالم. فمن ذکر فضیلتا من فضائله مقرا بها غفر الله له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر. هر کسی که بیاد آورد یا ذکر کند یک فضیلت از فضائل امیر المؤمنین علیه السلام، از اون فضائل بی حد و بی حساب و اقرار بکند، خداوند متعال گناهان او را میبخشد، گناهان گذشته و آینده اش را میبخشد. ولو وافى القيامة بذنوب الثقلين، اگرچه به عدد اهل محشر روز قیامت گناه کرده باشد، گناهش هر قدر زیاد باشه، همین که اقرار کرد به ولایت امیر المؤمنین علیه السلام و اقرار به فضیلتی از فضائل امیر المؤمنین علیه السلام نمود، خداوند متعال تمام گناهان او را میبخشد. و من كتب فضيلة من فضائل امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیهم الصلاة والسلام لم تزل الملائکة تستغفر له ما بقی لتلك الكتابة رسم.
و هر کسی که بیاد یک فضیلتی از فضائل امیر المؤمنین علیه السلام را بنویسه. یک فضیلت از فضائل امیر المؤمنین علیه السلام را بیاید بنویسد، ملائکه همواره از برای او استغفار میکنند تا زمانی که از اون کتابت، از اون نوشته رسم و اثری باقی هست. آمد یک کسی مقاله نوشت، کتاب نوشت، شعر نوشت، خطاطی خطاطی کرد، لوحی نوشت، تا زمانی که از اون رسم موجوده ملائکه استغفار میکنند برای او. و من استمع الى فضیله من فضائله سلام الله علیه غفر الله له الذنوب التي اكتسبها بالاستماع، و هر کسی گوش بکنه به فضیلت از فضائل امیر المؤمنین علیه السلام، گوش بکند، خداوند متعال تمام گناهان او را که از گوش کردن کسب کرده، مانند غیبت گوش کردن، موسیقی گوش کردن، بله به نامحرم گوش کرده، تمام گناهان او که از راه استماع باشد اونها را میبخشد. و من نظر الى کتابت فی فضائله سلام الله علیه غفر الله له الذنوب التي اکتسبها بالنظر. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن اگر جای نوشته ای بود فضائل امیر المؤمنین علیه السلام، یک شعری بود دیوان حمله حیدری را باز کرد، شعر بود در مدح امیر المؤمنین علیه السلام، یک دق سطر شعر خواندی، کتاب حدیث خواندی در فضل امیر المؤمنین علیه السلام، خداوند متعال تمام گناهانی که با چشم خود کسب کرده اون را به خاطر احترام و عظمت امیر المؤمنین علیه السلام خداوند متعال می بخشد. ثم قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم النظر الى علی بن ابی طالب علیه السلام عباده. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود نگاه کردن به امیر المؤمنین علیه السلام عبادت، و ذکره عباده، ذکر نمودن امیر المؤمنین علیه السلام عبادت، ذکر کردن امیر المؤمنین علیه السلام عبادت. بنشینید ذکر نیا علی بگوید. از غزوه خیبر بگویید، از فتح بدر و احد و خندق بگویید، از علم امیر المؤمنین علیه السلام، از جنگ جمل و جنگ صفین بگویید، از خطبه های امیر المؤمنین علیه السلام بگوید. ذکر امیر المؤمنین علیه السلام عبادت، راه تقرب به خداوند متعال. بعد ولا يقبل ایمان عبد الا بالولایتی والبراءه من اعدائه. این نکته اینجا هست دوستان عزیز که ایمان اصلا معنا ندارد، خداوند متعال اصلا قبول نمی کند ایمان هیچ بنده ای را الا به ولایتی، مگر اینکه قائل به امامت امیر المؤمنین علیه السلام بشود. والبراءتی من اعدائه، و براءت و بیزاری بجوید، بیزار باشد، دشمن باشد نسبت به دشمنان امیر المؤمنین علیه السلام، دشمنان امیر المؤمنین علیه السلام را دشمن بشمارد، دشمن بداند و با اونها دشمنی بکند. حالا چه اون دشمن زن پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باشد، چه پدر زن پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باشد، فرقی نمی کند. خب این شرط ایمان. و احادیث در این باب خیلی زیاده بینندگان عزیز. یک حدیث دیگر هم برای شما بخونم، این کتاب شریف اصول کافی، الاصول من الكافي، نوشته مرحوم کلینی رضوان الله علیه، تبع دار الكتب الاسلامیه. تبع دار الكتب الاسلامیه تهران، مجلد اول صفحه 180. باب معرفة الإمام والرد إليه، معرفة إمام عليه السلام والرد، رد إليه، رد بسوي إمام نمودن، يعني إنسان چيز را كندانست ورا بقويت كإمام عليه السلام ميدارد من نميدارد. يق أمري أز أمور الدين براي إنسان واضح نبود
او را برگرداند به سوی امام علیه السلام تا امام علیه السلام اگر حاضر بودن جواب بدهند و اگر غائب بودن تا در زمان ظهور جواب بدهند ان شاء الله. حدیث اول، ابو حمزه ثمالی از وجود مقدس و نازنین امام باقر علیه السلام روایت میکند: انما یعبد الله من یعرف الله فاما من لا یعرف الله فانما یعبده هكذا ضلاله. خدا را فقط کسی پرستش میکند که خدا را بشناسد. خدا را کسی پرستش میکند که خدا را بشناسد. اما کسی که خدا را نمیشناسد، او مانند این مردم، مانند جماعت برادران عزیز شبکه ولایت، اونا میگنش برادران عزیز ما، اما کسی که خدا را نمیشناسد هاکذا، مانند این مردم، ولالن از روی گمراهی خدا را عبادت میکند. انما، فقط و فقط خدا را عبادت میکند چه کسی؟ ها، عبادت مال کسی که خدا را بشناسد. و کز فاما، اما کسی که لا یعرف الله، خدا را نمیشناسد، فانما یعبده هاکذا ضلاله، هاکذا مثل این مردم. اما کسی که خدا را نمیشناسد مثل این مردم، همینطوری خدا را عبادت میکنند، نه عبادت اونا قبوله، بلکه هیچ مورد قبول پروردگار عالم اصلا نیست. خب حالا معرفت خدا چیست؟ ها، معرفت خدا چیست؟ قلت و جعلت فداك فما معرفت الله، عرض کردم جانم به فدای شما، معرفت خدا چیست؟ قال تصدیق الله عز و جل و تصدیق رسوله صلی الله علیه و آله و موالات علی علیه السلام و الاعتمام به و به ائمه الهدى والبراءة إلى الله عز وجل من عدوهم، هكذا يعرف الله عز وجل. وإن حديث صحيح، چون این حدیث با سند دیگر هم آمده، با سند دیگر هم آمده، اگر در این جلسه نشد جلسه بعدی برای شما نشان میده. ما عرض کردم جانم به فدای شما، معرفت خدا چیست؟ فرمودن معرفت پروردگار عالم اینه، تصدیق الله، خدا را تصدیق بکنند، یعنی آن چیزی که خدا آورده به راست ایمان بیارند. و تصدیق رسوله صلی الله علیه و آله، تصدیق پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم. و موالات علی علیه السلام، امیر المؤمنین علیه السلام را مولا، آقا، سید، صاحب اختیار خود بداند، خود را بنده و نوکر و بله، اگر مرد است غلام زر خرید، اگر زن هست کنیز زر خرید، امیر المؤمنین علیه السلام بداند. و الاعتمام به، و اینکه امیر المؤمنین علیه السلام را امام خود بداند، پیروی کامل بکند. و به ائمه الهدى علیهم السلام، و پیروی از 11 امام از فرزندان امیر المؤمنین علیه السلام بکند. خب کامل شد؟ نه، معرفت الله یک جزء دیگری هم دارد. و البراءه الى الله عز وجل من عدوه، و جزء معرفت الله چیست؟ براءت به سوی خدا، بیزاری جستن به سوی خدا از اعدائه، از اعدای اهل بیت علیه السلام، از دشمنان اهل بیت علیه السلام، بیزاری جستن، دشمنی کردن و بیزاری و دشمنی کردن. بله این مراتب دارد، با قلب هست، با زبان هست، با کتابت هست، با دست و پا هست، با مال دنیا هست. بله این معرفت الله، معرفت الله اهمیت براءت را شما میدانید بینندگان عزیز. آدم دشمنان اهل بیت علیهم السلام، دشمنان خدا و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، بی تفاوت هستم، من با اونا کاری ندارم. یا احترام بکنید، خاک بر سرتان، احترام بکنید به دشمن خدا. آدم احترام بکنه، کسی که به دشمن خدا احترام میکنه، خود او دشمن خدا هست. ثم بعدش فرمود هاکذا یعرف الله عز و جل، فرمود این طریق معرفت خدا، طریق معرفت خدا اینه. خب بینندگان، این حدیث به طریق دیگر، این کتاب شریف تفسیر العیاشی، تألیف محدث جلیل ابی ناصر محمد بن مسعود بن ابی عیاش سلمی سمرقندی المعروف بالعیاشی، مجلد ثانی، تبع مؤسسة الرسالة للمطبوعات، یا بین نگان عزیز. بقیش فردا شب دیگه، منم برنامه طولانی شد، 2 ساعت شد دیگه، 2 ساعت سخنرانی کافیه، یا بقیه مطالب
انشاءالله فردا شب اگر زندگی بود. انشاءالله العزیز دوستان محترم، من شما را دعا میکنم شما امین حقیق را دعا بکنید و شبکه اهل بیت علیهم السلام به کمک های شما هم احتیاج دارد. احتیاج دارد یا ندارد؟ احتیاج دارد. و شما بینندگان عزیز هم که اونجا نشسته اید و میگویید که ما به شبکه کمک نمی کنیم به خاطر اینکه شبکه پولش زیاده، انشاءالله اگر شما کمک نکنید خدا کمک میکنه. اما بدانید که بله، شما در این کار خیر سهیم بشوید، این بله شرف و فضیلت برای شما و خانوادگان شما هست انشاءالله. بله خدا به شما خیر بدهد، به شبکه مبارکه اهل بیت علیهم السلام کمک بکنید. یک مقدار کسری بودیجه، یک مقدار هم نیست، مقدار زیادی، همونم کامل بکنیم خیلی حرفه. انشاءالله هر جا که هستید برنامه ها را میبینید به شبکه کمک کنید. من یک چند شب تلفن نمیگیرم، چند شب تلفن نمیگیرم، بعدش انشاءالله تلفن ها را جواب میدم. بله و تلفن های ما خوب کارم نمیکنه در این روزا. بله اگر بخوام بگیرم هم سعی نمیتونم بگیرم، لذا انشاءالله در آینده تلفن های شما را جواب میدم. بله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم الشریف. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآله وعجل فرجهم والعن عدوهم. يا الله يا الله يا الله يا محمد يا علي يا فاطمة يا حسن يا حسين يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان. أدركنا 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 ولا تهلكنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا أمير المؤمنين سلام الله عليك، يا شاه مردان جانا بفداي شما، يا صاحب الزمان جانا بفداي شما، دست ما و أولاد ما و أموات ما را در دنيا و آخرات صدقه سر حضرت علی اصغر علیه الصلاة والسلام بگیرید، فریاد رس ما باشید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العان عدوهم. حوائجتان از اهل بیت علیهم السلام بخواهید برآورده بخیر می شود انشاءالله. از امام عصر علیه السلام حاجت بطلبید انشاءالله عطا بفرمایید. همگی با هم امیر المؤمنین علیه السلام را صدا بزنیم انشاءالله. هنگام مردن، شب اول قبر، روز جزا، دستگیر ما و فریاد رس ما و گذشتگان و آیندگان ما باشد. همگی با هم. یا علی مدد.